میگم تلاشم همینه، صدای صداقت به دلها میشینه، دروغی نمیگم تلاشم همینه. Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. یاران، مهرآمیزترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه سوم ماه جون سال 2017 میلادی برابر با 13 خرداد ماه 1396 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرافراز خرسند که در بامداد این نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 در 670 AM رادیو ایران همراه با فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه با شما خواهیم بود. این برنامه برای علاقمندانش امشب از ساعت 12 نیمه شب تا 2 بامداد تکرار خواهد شد و پس از آن روی سامانه شخصی من homosarshar.com، فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام هم آرشیو خواهد شد. پس با ما باشید و هر زمان و هر موقع که دوست داشتید این برنامه رو گوش کنید، ولی امروز از سر میز صبحونه کنار نرید. بفرمایید، براتون کلی بحث و نقل داریم. خب، نگاهی سریع بیندازیم به هفته‌ای که گذشت. هفته پرماجرا، هفته‌ای که با تصمیم‌های آقای پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور آمریکا بحث و نقل فراوانی رو در مطبوعات و در سراسر دنیا به وجود آورد. آقای ترامپ در سخنانی که در کاخ، در باغ گل سرخ، در روز گاردن کاخ سفید اعلام کردند، خروج آمریکا را از توافق تغییرات اقلیمی پاریس اعلام کردند و گفتند این توافق عادلانه نیست چون آمریکا را محدود میکنه و به کشورهای آلوده کننده مثل چین بیش از 10 سال فرصت میده که آلودگی خودشون رو ادامه بدند. و بلافاصله پس از این اعلام در سراسر دنیا اعتراض هایی به این تصمیم اعلام شد. خانم آنگلا مرکل در آلمان گفت اتحادیه اروپا باید دیگه از حالا فکر خودشو بکنه و به هیچ کشور دیگری یا نهاد دیگری پایبند نباشه و خودمون باید کار خودمون رو انجام بدیم. آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که این و چون از مدافعین سرسخت توافق پاریس هست، اعتراض خودش رو خیلی با صدای باز اعلام کرد. در سازمان ملل آقای آنتونیو گوترش اجرای پیمان پاریس رو ضروری خوند و اظهار تأسف کرد از این کار. در دنیای تکنولوژیست ها و تکنوکرات ها و افراد گروه IT در آمریکا، آقای آلن ماسک و آقای مارک زوکربرگ و بسیاری دیگر اعتراض‌های خودشون رو به صورت باز و عمومی اعلام کردند و آقای آلن ماسک تصمیم گرفت که از گروه مشاوران تکنولوژیک آقای ترامپ کنار بره. البته این یکی از قول‌هایی بود که آقای ترامپ در زمانی که به کارزار انتخاباتی پرداخته بود به دیگران داده بود و در نتیجه در اثر فشار زیاد آقای بنن در کاخ سفید این کار رو انجام داد و خواسته یه تعدادی از کسانی که به او رأی داده بودند رو به جا آورد. ولی در این حال در هفته‌ای که گذشت و هفته‌های قبل از اون پیمان‌های دیگری که آقای رئیس جمهور کرده بود، از جمله بسیار فشار می‌آوردن این که کشور چین از نظر اقتصادی و پولی کارهای خلاف می‌کنه و عنوان کرنسی مانیپولیتور رو به چین داد، از سر اون گذشت. هفته‌ای که گذشت از بردن سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم در کشور اسرائیل صرف نظر کرد و اعلام کرد که این اتفاق نمیفته و بعد هم آقای تیلرسون وزیر خارجه خودش رو مجبور کرد که قراردادی رو امضا بکنه که در اون قبول کردن و پذیرفتن که ایران در معاملات هسته‌ای 6 ماه گذشته خلافی نکرده. خب، یک به یک این موضوعها رو دارن پس میگیرن و قول و قرارها و پیمانهایی که داده بودند رو.
اما آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه همچنین روز 29 می اعتراض خیلی صریحی رو به روسیه کرد و به آقای پوتین در مقابل سیاست هایی که دارند و همچنین در سخنانی دیگر با لحنی صریح از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که حقوق انسانی گروه LGBT رو در چچن رعایت کند. در این روز فرانسه نخستین شهروند همجنسگرای چچن رو به عنوان پناهنده پذیرفت و این به دنبال گزارش هایی است که در چچن زنان و مردان همجنسگرا از کشور بیرون رانده میشن و تنها به همین دلیل که دیگر باش هستند و در زندان ها بسیاری الان اسیر هستند و تحت شکنجه های زیاد و طبق گزارش هایی که از چچن آمده تا امروز 26 تن از این افراد زیر شکنجه کشته شدند. خانم آنگلا مرکل و خانم نیکی هلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هم به این قضیه اعتراض کردند. انفجار خونین کابل که بیش از 90 کشته به جا گذاشت اعلام شد که از سوی شبکه حقانی در پاکستان تعریضی شده بود و به دنبال اعتراض هایی که مردم کابل و افغان در روزهای پس از این انفجار که در مرکز ادارات دولتی و سفارتخانه های کابل روی داده بود خواستار برکناری رئیس جمهور و کابینه او شدن به دلیل بی‌لیاقتیشون و اینکه نمیتونن امنیت کشور رو تامین بکنن و در همون تظاهرات هم با درگیری با پلیس بسیاری کشته و زخمی شدند و امروز صبح هم اعلام شد که در یکی از جریان تشییع جنازه یکی از کسانی که در تظاهرات کشته شده بود باز هم 3 بمب منفجر شد و حدود 20 نفر کشته و 50 خورده زخمی شدند و این خونریزی و کشت و کشتار در کابل و در افغانستان ادامه داره که باعث بسیار بسیار تأسف و دردانگیز تمام این اتفاقی که داره میفته. در فیلیپین هم یک حمله مسلحانه به کازینو اعلام شد که تروریستی نبوده ولی اعلام کردن که حمله این به این مجموعه توریستی در نزدیک فرودگاه مانیل کشته بسیاری رو به جا گذاشته ولی حالا خوشبختانه نمیشه گفت ولی در واقع گفتن که تروریستی نبوده و باید به دنبال دلیلش بگردن. آقای جیمز کومی رئیس سابق FBI که ماه گذشته از سوی آقای پرزیدنت ترامپ برکنار شد قرار شد بالاخره پنجشنبه 8 ماه جون در جلسه علنی کمیته سنا درباره اتهام دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته امریکا شهادت خودشو بده. گفته میشه که از طرف کاخ سفید آقای رئیس جمهور تصمیم گرفته که از در واقع قدرت خودش که حقوق قانونی اگه به او داده بشه جلوی این شهادت رو بگیره ولی از طرف دیگر گفته میشه که به دلیل اینکه آقای جیمز کومی الان دیگه یک شهروند عادی است و کارمند کاخ سفید یا کارمند دولت نیست آقای رئیس جمهور آمریکا بر او هیچ مزیتی نداره و امکانی که چنین دخالتی در اینکه جلوی حضورش رو در کمیته اطلاعاتی سنا و همینطور صحبت کردنش رو بده نداره. آقای مکدوی مدیر روابط عمومی کاخ سفید از مقام خودش کناری گیری کرد. ایشون از زمان روی کار آمدن آقای ترامپ تنها 3 ماه در این زمینه فعالیت داشت. کنگره وکیل رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ رو فراخوند. دو کمیته کنگره آمریکا دیوید کوهن وکیل رئیس جمهور رو در ارتباط با تحقیق و تفحص از پرونده روسیه جهت تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا فراخواندند ولی هنوز وکیل آقای ترامپ ممانعت میکنه از حضور در این جلسه. در گرماگرم این بحث روسیه و تخالتش در انتخابات آمریکا و حضورش در صحنه‌های جهانی سناتور مک‌کین رئیس کمیته نیروی مسلح سنای آمریکا اعلام کرد که تهدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای امنیت جهانی به مراتب بزرگتر و شدیدتر از تهدید داعش است. در پاسخ به این صحبت‌ها و سخن‌ها رئیس جمهور روسیه در گفتاری از آنچه که روسیه حراسی غیر سازنده کشورهای غربی نامید انتقاد کرد و گفت تا او هست این روسیه حراسی ادامه پیدا نخواهد کرد و او در نشست اقتصادی بین المللی سن پیترزبورگ و در گفتگوی با رسانه‌های مختلف بین المللی از این مسئله در واقع گله کرد و بعد هم یک خط و نشان کشید که با وجود او و با حضور او این مسئله دنبال نخواهد شد.
ادامه پیدا نخواهد کرد. بریم به ایران. 30 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اطلاع در مورد بازداشت ادمین‌های کانال تلگرامی از او خواستند تا گزارش به اونها بده. اعلام شد که 30 تن اعلام شد که 5 تن از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی به دلیل اینکه در دوران انتخابات در پیام‌هایی که می‌گذاشتن در کانال‌های تلگرامی خودشون یا تهدید می‌کردن و یا دروغ پراکنی می‌کردن به دادسرا خوانده شدند و الان تحت پرسش و بازجویی هستند. خبر شوخی بسیار لوس خانم کتی گریفین، کمدین که کله آقای ترامپ را یه مجسمه ساخته بود و از چهره او رو خونه نشان میداد، باعث شد که اعتراض‌های زیادی نسبت به این بانوی کمدین انجام بشه و واقعا هم بعضی موقع ها بعضی از این کمدین های کمی خطوط قرمز رو میگذرونن و دیگه شوخی رو از حدی میگذرونن که ناچارن اعتراض طرفداران و غیر طرفداران خودشون رو برمیانگیزن. همکار خانم کتی گریفین اندرسون کوپر در سی ان ان که در پخش مستقیم تحویل سال مسیحی چند سالی که در تایم سکویر با ایشون که همکاری میکنه اعلام کرد که اصلا این حرکت خانم کتی گریفین تهوع آور بود و او هم بسیار ناراحت از این قضیه. با وجود که خانم گریفین معذرت خواهی کرد ولی سی ان ان او رو اخراج کرد و دیگه در تحویل سال امسال ایشون حضور ندارند و خانم گریفین روز گذشته هم وکیلی انتخاب کرد و در مقابل روزنامه‌نگاران ظاهر شد و از خودش دفاع کرد و گفت این اعتراض‌هایی که در پی کار او انجام شده و به خصوص دخالت آقای ترامپ، همسرش و خانواده ترامپ زیاد از حد بوده و فعلا زندگی حرفه‌ای او که 30 سال خورده از اون می‌گذره تقریبا در جایی قرار گرفته که خود او اعلام کرد که دیگه زندگی هنریش تموم شده. و خب بعضی موقع ها باید توجه بکنن به کارهایی که میکنن، زیاد هیجانی انجام ندند. آقای جرمی جوزف کریستن، مردی که پس از فحاشی به دو دختر جوان در شهر پورتلند اورگان دو مرد امریکایی مدافع اونها رو با ضربات چاقو به قتل رساند، در هفته که گذشت در دادگاه حاضر شد و در دادگاه اعلام کرد که همچنان دفاع میکنه از کاری که انجام داده. خانم آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، در پی تبرئه خواهرانش در واقع به احتساب قضای خود پایان داد. آقای جری براون، فرماندار کالیفرنیا، و آقای اریک گارسیتی، شهردار لس آنجلس، در واکنش به تصمیم آقای دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، اعلام کردند که کالیفرنیا یک ایالت سبز باقی خواهد بود. ناسا اعلام کرد که سال دیگه یک کاوشگر فضایی از زمین به قصد خورشید به فضا خواهد فرستاد و تا فاصله‌ای که این کاوشگر فضایی نسوزد پرتاب خواهد شد. کاوشگر که اسمش پارکر سولار هست، کاوشگر خورشیدی پارکر، در سپتامبر 2018 برای یک سفر 9 میلیون مایلی به فضا میره و تا فاصله 3.8 میلیون مایلی خورشید توقف میکنه و از اونجا در ماه نوامبر برای زمین اطلاعات بسیار ارزنده ای رو میفرسته. در ایران اعلام شد که ربنای استاد محمد رضا شجریان به عنوان یک اثر ملی ثبت شده. و بریم به خبر دیگری که از ایران بشنیدیم و اون در گذشت فروزنده اربابی، بانوی گوینده رادیوست، در سالهایی که دوران بچگی و نوجوانی من بوده و هم نسلان من و بسیاری از او خاطره دارند. فروزنده اربابی در سن 83 سالگی پس از کمی بیماری در تهران درگذشت. صدای او را بشنویم. خاطر انگیزه. هفته مثال رادیو دارید بزنید. جز این که تبریک بگم حضور همه دوستان، همه شنوندگان عزیز و همه تماشاگران گرامی. خیلی متشکرم. جای هنرنمایی هنرمندان هست. خب این حتما شنیدید که صدای آقای ساسانی کمالی، همکار ما هم بود که
در دوران قبل از انقلاب چیزی حدودش 40 سال پیش در جشنی که به مناسبت روز رادیو گرفته بودند با خانم آذر پژوهش و خانم فرزند اربابی داشتن گفتگو میکردن. یاد فرزند اربابی گرامی باد و روح شاد، و خانم آذر پژوهش براشون آرزوی عمری طولانی میکنیم در پاریس هستن و آقای ساسان کمالی هم که اینجا در خدمت شما دوستان هر صبح در 670 AM هستن. بانوی دیگری که در هفته گذشته درگذشت، مایا آنجلو، شاعر، داستانسرا و کنشگر حقوق بشر، بانوی که اشعارش و سخنانش برای بسیاری به صورت جملات واقعا همگانی در اومده. او گفته: من فرا گرفتم که مردم حرفی را که زده ای فراموش میکنند، ولی هرگز احساسی که اون حرف تو بهشون داده رو از یاد نخواهند بود. یک شعر از مایا آنجلو رو براتون بخونم، اسمش هست یک خودبینی. دستهایت را به من بده، خانه را برایم آماده کن، تا تو را نمادی قرار دهم فراتر از این فضای شاعرانه. بگذار دیگران از عشق در خلوت گفته های حقارتبارشان شوق شکست مرا داشته باشند، و تو دستهایت را به من بده. پس از تصادف شما کدام وکیل را برگزیدید؟ پیام شایانی. بالاترین خسارت را پس از تصادف کدام وکیل برای شما دریافت کرد؟ پیام شایانی. دریافت بالاترین خسارت در سریع ترین زمان. سرلوحه کاری دفاتر پیام شایانی یک تا نام تصادفات است که با تیم زبده خود پرونده های صدمات بدنی و ناشی از کار را با استراتژی بی همتا به سرانجام می رساند. آیا شما پس از تصادف دریافت بیشترین خسارت را خواست دارید؟ پس وکیل انتخابی شما کیست؟ پیام شایانی. پس از تصادف بی شایانی هرگز. 818-777-777-777 و یا لکی 7. آینه در آینه، کنسرت گروه موسیقی سبا با آهنگسازی و پیانوی امیر بیات. زمان شنبه 3 جون 7:30 شب. خوانندگان خسرو انصاری و وحید بیات. ای ساره بامون آهسته را کاران جانم می رود، ای ساره بالا هسته که کاران جانم در یه در وندل که به همراهی امام یار حسنوف. زمان شنبه 3 جون 7:30 شب، 12:27 خیابان 4 سانتا مونیکا. اطلاعات بیشتر 818-231-08-75 و یا kodum.com. همینطور فروشگاه های معتبر ایرانی در وستوود و وودلند هیلز. تلفن 818-231-08-75. از بهترین انگورها در قلب تاکستانهای جنوب کالیفرنیا با سرمستی فرهنگ غنی ایران زمین تا شرابخانه فاضلی، فاضلی سلرز، انواع شراب ناب فاضلی در انتظار شماست. من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکلا که کمتر از 1.5 ساعت از هر نقطه جنوب کالیفرنیا است. 1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com. تازگی ها رفته بودم ایران، دیدم پشت چراغ قرمز بعضی بچه ها فال و گل میفروشن. خیلی دلم گرفت. دلسوزی که فایده نداره، باید براشون کاری کرد. اتفاقا من یه مؤسسه خیریه معتبر تو آمریکا میشناسم به اسم بنیاد کودک که 24 ساله داره با مجوز اوفک سالانه تا 3 میلیون دلار به تحصیل بچه های ایران، افغانستان، اندونزی و نپال کمک میکنه. کافیه بری تو وبسایت بنیاد کودک و با روزی 1 دلار یه بچه با استعداد و نیازمند رو حمایت کنی. childfoundation.org. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. با
بازتاب خبر. خب دوستان، قبل از اینکه به لندن بریم اجازه بدید یه تصحیح بکنم در مورد مرگ خانم مایا آنجلو. اشتباهی کرده بودم که این خبر رو خوندم، از بس که این خبر رو تمدید میکنه اصلا به کلی فراموش کردم که این بانوی شاعر 3 سال پیش فوت کرده و دو مرتبه این خبر رو دادم. تصحیح میکنم با عذرخواهی از همه شما شنوندگان. خب به لندن میریم به سراغ آقای دکتر حسن حکیمیان. به دلیل اینکه در این روزهای اخیر در ایران صحبت از فساد اداری، به ویژه در زمانی که کارزارهای انتخاباتی بود، هر کدام از این نامزدها دیگری رو و یارانشون رو به فساد گسترده اداری و خلافکاری‌های از این قبیل متهم می‌کردند و خبرهایی که از داخل ایران میاد، رشوه‌خواری و فساد در سراسر ایران و ادارات و خارج از ادارات فراوان شده. به همین مناسبت به خدمت آقای دکتر حسن حکیمیان میریم که مدیر انستیتوی پیشرفت اقتصادی در SOAS دانشگاه لندن هستند و همچنین متخصص اقتصاد خاورمیانه با نگاهی ویژه به ایران. ایشون آقای دکتر حکیمیان در سالهای اخیر در باره اقتصاد بهار عرب تحقیق و مطالعه کردن و مقالاتی نوشتند. کتاب‌های متعددی از ایشون منتشر شده که آخرینش ایران و اقتصاد جهانی، پوپولیسی نفتی، اسلام و تحریم اقتصادی است. ایشون همچنین رئیس انجمن بین‌المللی اقتصاددانان ایرانی IIEA هستند که یک نهاد غیر سیاسی و حرفه‌ای است و در لندن این نهاد کار میکنه و سپاسگزار ایشون هستم که محبت کردند و دعوت من رو پذیرفتند برای گفتگوی امروز. آقای دکتر حکیمیان، عصر شما در لندن بخیر. صبح شما بخیر. خیلی متشکر هستم از دعوتتون و با سلام مخصوص به شنوندگان عزیز برنامه شما. سپاسگزارم، سلام فراوان هم به شما. من و شنوندگان این رادیو خیلی نیاز داریم که یه مقداری آگاهی پیدا بکنیم در مورد این مسئله که اینقدر حساس و حاد شده و اون فساد اداری، administrative corruption که خیلی در موردش حرف میزنن. در کشورهای متعددی در این زمینه صحبت میکنن. خب نگاه ما همیشه به طرف ایرانه و اونچه برامون جالبه آنچه چیزیست که در ایران میگذره. برای ما به طور کلی بگید که اصلا فساد اداری موقعی که صحبت از اون میشه برای یک کشور چیه؟ معنیش چیه؟ چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ ببینید، فساد اداری اصولا مربوط میشه به فسادی که متمرکز از در بخش عمومی یا دولتی. این یک جنبه از مسئله وسیع‌تر فساد هست. اگه اجازه بدیم خود مقوله فساد رو باش برخورد حتما کنیم. فساد اصولا به طور کلی به معنای سوء استفاده از اختیارات انحصاری و دولتی برای کسب منافع شخصی تعریف میشه. یعنی مثلا به کار بردن روش‌های غیر معمول، غیر اخلاقی و حتی غیر قانونی برای اینکه کسی، شخصی یا گروهی بخوان نتیجه خاصی بگیرن. این معمولاً با رشوه یا ارتشاک، یعنی کنایه از پرداخت پول، میتونه همراه باشه ولی شکل‌های خیلی مختلف میگیره. مثلا فرض کنید تبعیض اگه بر اساس روابط شخصی یا خانوادگی باشه برای ایجاد اشتغال خاصی یا عقد قرارداد خاصی، شکل‌های خیلی مختلف میگیره و بعدش هم شاید بشه ادعا کرد که یکی از قدیمی ترین جرایم تاریخ بشریه. یعنی از وقتی که دوران دیوان سالاری، بروکراسی و دولت‌ها ایجاد شدن، سوء استفاده از قدرت دولتی هم در جوامع مختلف در ادوار مختلف دیده شده. خب آقای دکتر حکیمیان، بعضی مواقع ممکنه که در کشورهایی ما، هرچند که یه چیزی اونطور که شما توضیح دادید یه ویژگی است که میتونه همه جا در سازمان‌ها و نهادهای اداری باشه، ولی در بسیاری از کشورها جلوش گرفتن، در بسیاری از کشورها وجود نداره یا خیلی کمتر وجود داره و در بسیاری از کشورهایی که در واقع ایران و مجموعه کشورهایی که در خاورمیانه هستند بیش از بقیه در مورد شنیده میشه یا وجود داره. آیا ویژگی خاصی یک کشوری باید داشته باشه که نتونه جلوش رو بگیره؟ چه مسئله‌ای باعث جلوگیری و یا ازدیاد فساد اداری میشه در یک کشور؟ ببینید، اینی که بگیم فساد ریشه های عمیق داره یا از لحاظ جغرافیایی دامنه وسیع داره، به هیچ وجه کم کردن اهمیت مسئله نیست و
این هم شما همونطور که شما میگین درست هستش که راه ها و روش هایی هست که برای مبارزه با فساد اتخاذ شده در جوامع مختلف، ولی مسئله خیلی پیچیده است به خاطر اینکه خود تعریف فساد و از لحاظ قانونی یا از لحاظ حقوقی برخورد کردن به اون همیشه آسون نیست. درجه موفقیت در اجتماعات جوامع مختلف خیلی فرق داشته، به خاطر اینکه ببینید مسئله اصلی و اساسی این هستش که خیلی از اوقات حد فاصله بین مثلا آن چیزی که مثل که پاداش باشه و یا رشوه باشه رو نمیشه خیلی سفت و سخت کشید، و بعدش هم خیلی از اوقات فساد زیر رادار، یعنی اصولا زیر راداره عمدتاً، و در بعضی از جوامع انقدر گسترده میشه که حتی فرهنگ اخلاقی و فرهنگ بخش خصوصی هم از اون متاثر میشه، حتی جامعه مدنی. یعنی انتظارات اجتماعی وقتی که تطبیق پیدا کنه با یک نظام فرض کنید فاسد و پوسیده، متاسفانه انقدر مسئله وسیع میشه که انتظار عامه برای اینه که خب بدونه مثلا فرض کنید رشوه کار پیش نمیره. بنابراین این یک مسئله عادی ممکنه به نظر بیاد. یه نکته که من میخوام بگم، چون من از ابتدا تاکید داشتم که اینو بپذیریم که فساد دامنه خیلی وسیعی داره. بله بله. ببینید فساد همیشه خارج از کشور نیست. در غرب نحوه برخورد با فساد مثل اینه که فقط کشورهای فقیر یا کشورهای فرض کنید توسعه نیافته هست که از فساد برخورد دارن. دقیقاً. یا یک افسانه دوم دیگه هم که اجازه بدین من زیر سوال ببرم، فساد فقط فساد دولتی نیست. بخش خصوصی هم میتونه نقش خیلی اساسی داشته باشه. در خود غرب بعد از بحران مالی 2008 میدونیم خب خیلی داستانهایی عیان شد در رابطه با فسادهای گسترده‌ای در وال استریت یا در بازارهای مالی و امثال هم. در لندن مثلا فرض کن یه مثالش من بزنم، یک داستان خیلی گسترده‌ای مطرح شد که راجع به هزینه مطالبه شده از جانب نمایندگان مجلس، یعنی آنچه که به عنوان هزینه از لحاظ قانونی بهشون تعلق میگیره و آنچه که غیر قانونی تلقی میشه. زمینهای زیادی هست که ما میتونیم مثال بزنیم. در برزیل همونطوری که میدونید دولت انتخابی برزیل به زیر کشیده شد خانم روسوف. بله. و خیلی وسیع هست. من میخوام بگم که این فقط به کشورهای خاورمیانه محدود نمیشه. و یک مسئله دیگه هم ما بایستی خودداری کنیم از اینی که ریشه فساد رو فرهنگی بدونیم. ببینید ممکنه این یک به اصطلاح آرزش باشه، همونطوری گفتم، یعنی اینقدر فساد در دستگاه اداری و دولتی عمیق و جا افتاده بشه که متاسفانه در حیطه فرهنگی و حتی جامعه مدنی هم متبلور بشه. این آرزه است، میدونید فرهنگ در طول تاریخ قابل تغییر هستش. و باید ما بفهمیم که ریشه های آن چی هست. ریشه هاش هم اگه اجازه بدیم ببینید دو تا عامل اصلی و اساسی هست. یه مقدار فساد ریشه ساختاری داره. ببین مثلا در یه جامعه که جامعه نفتی، کشور نفتی، اقتصاد نفتی، کانال های احتمالی برای سوء استفاده از منبع هنگفت درآمد نفتی خب شناخته شده است. بی خود نیست که در کشورهای نفتی، برزیل هم در ضمن مسئله که بهش اشاره کردم، بزرگترین مورد فساد دولتی در رابطه با شرکت نفتشون پتروبراس بود. در کشورهای مثل ایران هم همینطور، و در کشورهای خاورمیانه کشور نفتی کانال اصلیش نفت هست، ولی غیر از اون هم در زمینهای مختلف فساد دیده میشه و فساد اداری هم توی گفتم سوء استفاده هستش از امکانات انحصاری در رابطه با قدرت سیاسی. و چیز دیگه‌ای که جالب هست ببینید مثلا خب در کشورها و جوامعی که دم و دستگاه اداری مستقل هستن، یعنی اصطلاح انگلیسیش سیویل سرویس، دم و دستگاه اداری مستقل هستن، سوای گرایشات سیاسی دولت حاکم در آن زمان، اینها کار اداریشون انجام میدن. یعنی دم و دستگاهی هستش که جوابگو هست، پاسخگو هست، کمتر احتمال داره که زیر فشار سیاسی بخش حاکم دولتی بره. ولی در جاهایی مثلا فرض کنید مثل ایران، وقتی دم و دستگاه اداری هم زیر نفوذ دولت
هستش، خب امکانات مبارزه با فساد هم بسیار محدودتر میشه. قانونمندی همینطور، تفکیک قدرت‌های سگانه همونطور، و به خصوص عدم وجود قوه قضاییه مستقل امکانات مبارزه با فساد رو تضعیف میکنه. یک نهاد مستقل رسیدگی به این احتمالاً به این جرایم یا فسادی که وجود داره، آیا راه حلی برای اون حساب شاید دکتر حکیمی؟ منظورم اینه که الان شما به عنوان یک کارشناس، کارشناس اقتصادی و جامعه شناسی، برون رفت، راه حل برون رفت کشورهای مثل ایران رو که تا خرخره الان در فساد فرو رفتن رو چگونه میبینید؟ چه وسیله‌ای رو پیشنهاد میکنید و آیا در پایان تونل در واقع به قول معروف که میگن نوری هست، امکان این هستش که این وضع تغییر بکنه؟ ببینید 100% من اصولا آدم خوشبینی هستم، 100% پایان تونل نور هست و ما باید سعی کنیم که هر چه زودتر اون رو بیابیم، و دلیلش هم این هست که در کشورهای دیگه برخوردهای اساسی با عامل فساد شده. حالا چطور میتونیم برخورد کنیم؟ ببینید نکته‌ای که من گفتم، چون من این ریشه‌هاشو فرهنگی نمیدونم، در نتیجه رهبری برخورد با اون رو هم من از طریق امر به معروف و نهی از منکر نمیدونم. میدونید دامنه های اخلاقی پیدا میکنه، یعنی من همونطور که از ابتدا گفتم فساد میتونه خیلی خیلی ریشه دار بشه، ولی بایستی به ریشه های آن برخورد کرد و این خیلی از اوقات انگیزه های اقتصادی است، باید اینا رو شناخت و از بین برد. یکی از مؤثرترین روش ها اینه که خب شفافیت رو بیشتر کرد، درجه پاسخگویی نهادهای اداری و قدرتمندان رو بیشتر کرد. این خودش مطبوعات مستقل میخواد. البته خود مطبوعات بعضی وقتا در فساد، و همونطور که خودتون میدونید مثالای زیادی هست، دست داشتن. در خود انگلیس اگر یادتون باشه چند سال پیش یکی از داغ‌ترین بحثا بحث نقض کردن حریم خصوصی افراد معروف و مشهور بود، چون که به تلفن های به وایس میل های اینها تعرض میکرد. ولی مطبوعات مستقل خیلی مهمه، و در برزیل هم عمدتا این کاری بود که یک مجموعه از ژورنالیست ها و دستگاه قضایی. ولی فکر میکنم حتی در بعضی از جوامع، مثلا فرض کنید در بنگلادش، وقتی که درجه انتظارات متاسفانه اینقدر تخریب شده که فساد در سطوح مختلف، چه در سطوح بالا یعنی رقمهای بالا و چه در سطوح کوتاه و کوچک در حد ادارات پذیرفته شده، شما مسئله شفافیت نیست، همه میدونن، همه پذیرفتن. حالا شما چی رو میخواین شفاف کنید؟ همه میگن، رسما میگن خب اصلا فلان کارو بایستی با پول بدید درست میشه. من یک مثال غیر علمی بزنم چون بیشتر شخصیه. چندین سال پیش من یه پروژه تحقیقاتی توی پاکستان داشتم. اونجا تو دانشگاه خیلی رسما و صریحا میگفتن اگه کسی از دانشجو مریض بشه مثلا نخواد بیاد امتحان بده، یه نامه میگیره از دکتر که مثلا مریض بود و شرایط ویژه بهش تعلق بگیره. و اونجا اصلا قیمت میگفتم، گفتم 5 روپی، it cost 5 rupees، خرجش 5 روپی است. حالا این ممکنه درست باشه، ممکنه درست نباشه، ولی اینقدر در فرهنگ عامه پیشرفت کرده نشون دهنده یک مسئله است. مهمترین روش برخورد به نظر من استفاده از شرایطی است که قانونمندی در جامعه ما اهمیت پیدا میکنه، و برای اون من فکر میکنم که اخلاق سیاسی حتما بایستی اصلاح بشه. این از باور کنید از مدارس، از نحوه حتی پرورش در سطح خانواده شروع میشه. یه سری کارها باید خط قرمز باشه. سوای انگیزه اقتصادی، یه کار بعد بایستی جلوش گرفته بشه. و استانداردها و معیارهای بین الملل، این خیلی مهمه. ببینید من خودم به عنوان کسی که مثلا فکر میکنم انگلستان، حالا بحث برگزیت یه بحث دیگه است، ولی انگلستان یکی از فواید عمده و اصلی و اساسی عضو جامعه اقتصادی اروپا بودنش این بود که با یه سری استانداردهای مربوط به اروپا بایستی خودشو وقف میداد. کشور ترکیه برای اینکه حائز شرایط برای عضو شدن در اروپا بشه، یه سری برای مدت زیادی استانداردهای کار در بنگاه‌های خصوصی و دولتی رو داشتش، من جمله مثلا حقوق بشر رو رادارش بود که بهبود ببخشه، به خاطر اینکه با بهترین معیارهای بین‌المللی وقف پیدا کنه. به نظر من راه، چون که فساد دامنه و ریشه‌های و گسترش بین‌المللی داره به خصوص در این دور زمانه، نحوه برخورد با اون هم اتخاذ بهترین روش‌های بین‌المللی است، و این از طریق تعاون و همکاری هست.
و نه برگشت به لاک خود آدم. و متاسفانه الان ما در شرایطی سیاسی زندگی میکنیم که بعضی از کشورها بیشتر روی منافع خودشون تاکید میکنن و اهمیت همکاری با کشور دیگر رو کمتر و کمتر میدونن. آیا مردم یا شهروندان یک کشور اگه واقعا اینطور که شما دارید میفرمایید و توضیح میدید که راحت شدن و پذیرفتن، اگه که مطالبات بیشتری داشته باشن، یعنی بدونن که اگه مطالباتی دارن از دولتشون، از کشورشون، از قانونگذاران و اینها انجام میشه، کار راحتتر انجام نخواهد شد؟ شاید یکی از این دلایلی نیستش که مردم ایران وا دادن دیگه، فکر میکنن اصلا به حرفشون کسی گوش نمیده و خودشون باید کار خودشون رو راه بندازن. آقای دکتر حکیمیان، خب این حتما یک عامل مهم هست. همونطور که من گفتم، اگر فکر کنیم که دیگه این مسئله عمیق‌تر از اونی هست که راه حلی داشته باشه، خب انگیزه آدم رو برای برخورد باش ممکنه کم بکنه. ولی یه نکته هم هست. ببین، من البته اینو باز من یادآور می‌کنم، نه به خاطر کم اهمیت جلوه دادن معضل فساد در کشورهای مثل خودمون، من نمیدونم جامعه‌ای هست که کاملا از فساد خودشو خلاص کرده یا نه. شما ببینید حتی کشورهای پیشرفته صنعتی هم که نگاه کنید، فساد به شکل‌های مختلف هست. یعنی حتی وقتی راه حل‌های قانونی هم وضع میشه، باز انگیزه اقتصادی برای فساد اونقدر قوی هست که راه حل‌های بدیل و آلترناتیو براش هم پیدا میشه. برای همین بایستی حتما سیستم مبارزه با فساد هم از همون انعطاف پذیری برخورد باشه که به هر حال کسانی که میخوان سوء استفاده کنن از خودشون نشون میدن. مثلا معیارهای بین المللی هست. ببینید شما، مثلا سازمانهای بین المللی هستن که شاخصهای فساد بین المللی رو میدن بیرون. Corruption Perception Index CPI، این یه شاخص بین المللی است که سالهاست بر اساس تصور و ادراک متخصصین یه نمراتی میده به جنبه‌ای که فرض کنید فساد رو میشه اندازه‌گیری کرد. البته کار مشکلیه، ولی سعی میکنن. ایران از 176 کشور 131 رتبه 131 داره. با کشورهای مثل نپال، پاکستان و امثال هم ردیف هست. یعنی میدونید، یا آذربایجان و قزاقستان، کشورهای رده بالا یعنی پاکتر و منزه‌تر معمولا کشورهای اسکاندیناوی هستند. یعنی این خیلی جالبه، با وجود اینکه نمیشه فساد رو کاملا 100% ریشه‌کن کرد، میشه شرایطی فراهم کرد که درجه اختلالش در حیطه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اداری کمتر حد برسه. و این لازم است، حتما مهم هستش. ممنون اقتصادی داره. ممنون و سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسن حکیمیان. آموختیم از شما و سپاسگزارتون هستم. در فرصتی دیگه باز هم مزاحمتون میشیم. متشکرم. نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583. الو. سلام، بعد وقت زنگ زدم. شوهرت خونه؟ نه، رفته موهای تنشو لیزر کنه. لیزر؟ باری کلا با آقای شما. از وقتی کلینیک زیبایی اینکریدیبل بادی اند اسکین رو تو انسو رو بهش معرفی کردم، هر هفته به یه بهونه میره لیزر. نه، از این نظر گفتم که مرد طاقت یه لحظه دردم ندارن. او نه، اینکریدیبل بادی اند اسکین زیر نظر پزشک معروف دکتر سام ابراهیمی اداره میشه. الانم یه دستگاه ایتالیایی با تکنولوژی جدید آوردن که ما تو مبهوت میشی که چقدر عالی موهای زائد و بدون درد از بین میبره. فعلا هیچ جا این دستگاه نداره. برای پوست صورت چطور؟ رنگ و نوع پوستت هر جور باشه، چین و چروک، جای جوش، لکه و زخم عالی معالجه میکنن. تازه حد بزن چجوری چارج میکنن. چجوری؟ دقیقی $3. یعنی چی؟ یعنی اگر کار 10 دقیقه طول کشید $30 میدی، نه بیشتر. تازه اگر به نفعت بود کوپونای جای دیگر هم قبول میکنن. Incredible Body and Skin در انسینو، 818-900-2700 900-2700.
Beyond Vision Music Foundation سازمان غیرانتفاعی که هنر موسیقی و آواز را به طور رایگان به افراد روشندل و کمبینا آموزش می دهند. برای باز کردن دریچه‌ای پر از نور از طریق موسیقی به یاری شما نیازمندیم. زیر نظر برادران دهیمی. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-881-8283 bvmusicfoundation.org با ما تماس بگیرید. Radio Iran. Can I please have some more? Radio Iran. یک کلام بشنو از اطرت خانم. خانم اطرت الهی گودرزی، صبح شما بخیر در شمال کالیفرنیا. قربونتون میرم، صبح شما هم بخیر. خوبید که انشالله. ما بعد نیستیم، دلمون برای شما خیلی تنگ شده. ما بیشتر همین گاهی که صدای شما رو از طریق رادیو به گوش طرفدارانتون میرسونیم و اونا خیلی خوشحال میکنیم، ما راضی هستیم، ولی دیدارتون چیز دیگری است که امید شما. اولا که این صحبت هفته پیش به قدری در مریلند تمام خانواده کاراکاشیان رو من پیدا کردم. چه جالب. تلفن کردم، خیلی جالب، همین میشه دختر خاله لوریس. همونی که مادرش با من دوست بود، گفتم با هم اسکیت میکردیم. بله. آسخیک، دختر اون به من تلفن کرد. دیگه اولا چه کرد برای برنامه شما و بعدم راجب همینا و بعد دیگه گفت، اصلا گفت مادرم تا صبح نخوابیده فقط. اینقدر خلاصه خدا به شما واقعا همت که دارین بیشتر وقت بده، فرصت بده که این کار رو ادامه بدین، برای اینکه اصلا یه چیز عجیب بود. یعنی نمیتونم، از فیسبوک رو عقب گذاشت به شما بگم. به خدا جدی میگم بهتون. خیلی ممنونم. در هر حال دنیا دنیای ارتباطات هست و در واقع همه ما داریم توی یه حیات خلوت زندگی میکنیم و همین وسیله های مختلف مثل رادیو و تلویزیون و رسانه های اجتماعی، همه رادیو هم ببینین همه گوش نمیدن. این یه چیزیه که به جدی میگم، به خدا، برای تعریف نیست. هر تیکش رو یه عده دوست دارن، در نتیجه میشینن همه رو تا آخر گوش میدن، برای اینکه اون تیکه خودشون رو گوش بدن و همین کمک میکنه. وگرنه خب ممنون از شما که عضوی از این خانواده هستین خانم عزت الهی. قربونتون میرم. ممنون خب. از شما که اینقدر همت دارین با همه این مشکلات بازم راهتون رو ادامه میدین. واقعا ممنونیم از شما. در خدمتون هستم. خب امروز راجع به چی صحبت میکنین؟ امروز دشمن تراشی. دشمن تراشی. بس شما که در این زمینه فکر میکنم که مدال طلا رو بردین. بله واقعا. این بی دوست دختر شاعرمون که خیلی هم با شما دوسته به من گفت که اتر جون شما دوستی هم داری؟ نه. نه، ولی شنوندگان دوست و طرفدار خیلی دارید، بفهمید. خب خدا رو شکر. اولا که اینم واقعی، آدماش هم ممکنه بشناسیم ولی برو خودتون نهید. در گرد همایی ماهیانه که با چند تا از دوستام داشتیم، بعد از خلاصه نوشیدن به سلامتی همان خوردن شام مفصل و اینا، ساعت 10 شب مهمونا دیگه تلو تلو خورون به 2 دسته تقسیم شدن. طبق معمول ما ایرونیا، آقایون با گلاسای نیمه تموم و لپای پر و باد کرده و از خوردن اون تدی که آخر سر که یه تیکه میمونه تو بشقاب نمیدونه کی برداره، از سر میز به گوشه رفتن تا مسائل جهان و احتمالاً ایران و آمریکا رو حل کنن. همه هم اصرار داشتن که ترامپ باید اینو بگه اونو بگه، اونجوری غلط گفته، اگر من میبش میگفتم اینجوری میگفتم. خلاصه باور کنین گای اوقات اگه از دور به این مذاکرات گوش کنین از خنده روده بر میشین، چون هر کدوم از این آقایون با هیجانی که اصلا به صلاح سن و سالشون نیست چنان از رئیس جمهور فرانسه صحبت میکنن و زن اونو مورد سرزنش قرار میدن که باور کردن نیست. آقایی که خودش بعد 30 و چند سال زندگی، اینو میشناسین شما، بگم اسمشو نمیگم، خب بعد 30 و چند سال زندگی تو اینجا رفت ایران، یه دختر جوانی همسن و سال دختر کوچیک خودش بود، اونو باش عروسی کرد و آورد اینجا. این آقا با هیجان میگفت که واقعا خجالت داره، این رئیس جمهور فرانسه رو میگفت،
اینا درست مادر و پسر هستن، عجب دنیایی شده، خجالت هم خوب چیزیه. تازه خانم صورتشو عمل کرده که به عنوان زن رئیس جمهور کمی جوانتر به نظر بیاد، واقعا قباحت داره. من که صحبت ایشونو گوش میدادم واقعا نمیتونستم جلو خندم بگیرم، چون همسر فعلی این آقا درست همسن دختر کوچیکشه. خود این آقا هم چند سال پیش از رفتن به ایران برای ازدواج مجددش یک مینی فیس لیفت حسابی کرده بود. و البته به خدا از نظر من اصلا اشکالی نداره برای آقایون، اشکال اینجاست که همه چی برای زنان عیبه، برای مردان حسنه. زن نباید با مرد جوانتر از خودش ازدواج کنه یا مثلا ارتباط داشته باشه، اما مرد میتونه با دختری همسن دخترش ازدواج کنه. حالا زیاد توضیح نمیدم چون میشناسینش، برای خودم هم دشمن جدید دست پا میکنم. خانوادم میبینیم که اکثرا همین خانمایی که گفتم با چه نگاه حسرت باری به اون میز شام نگاه میکنن، آهی میکشن و خلاصه با یک فنجان قهوه یا چای تلخ به طرف گوشه دیگه سالن میرن، چون رژیم دارن و باید مواظب باشن و امشب سر بیشام زمین بذارن. دو تا از خانما با هم صحبت میکردن، صحبت دیپریشن بود. گوش تیز کردم ببینم که داستان دیپریشن چیه. برگشتم گفتم که پری جون درست شنیدم تو دیپریشن داری؟ پری که یه زن واقعا نسبتا جوان جذاب 50 ساله‌ایه لبخندی زد و گفت آره من مدت هاست که دیپریشن دارم. دوست دیگه وسط صحبت ما دوید و گفت منم دیپریشن دارم، از همون قرصای پری میخورم، اگه قرص نخورم باید یه گوشه بشینم و تو خودم برم. این تو تا خانمو خوب میشناسم، هیچ دلیلی برای دیپریشن ندارن. اخیرا این موضوع واقعا مود روز شده، نمیدونم چرا با هر کس صحبت میکنه دیپریشن داره. یه خانمی رو میشناسم که سگ و گربه‌ش هم میگه که اینا دیپریشن دارن، از اون قرص چیز بهشون میده، قرص گیاهی از ملاتونین نمیدونم چی، از اون بهشون میده، میگه که اینا هم دیپریشن دارن. بعضی خانم ها واقعا زیاده طلب هستن، دیپریشن موضوع صحبت روزانه شده. اگه بتونیم، حالا من نصیحت نمیخوام بکنم ولی واقعا اگه بتونیم با واقعیت ها کنار بیام دیپریشن رو فراموش میکنیم. از اینکه مثلا بنده از اینکه پیر شدم یا مثلا اگر موی سرم کم شده یا درست نمیتونم ورجی ورجی کنم، خب این نباید دیپریشن داشته باشم قرص بخورم، باید بدونم که سنمه که اینجور اتفاق میفته. خب همه که مثل شما نیستن که اینقدر خوشبین و واقع بین باشن که نه، خب واقعا زیاده طلبن، جدی میگم زیاده طلبن. اگر از اون چی که داریم خوشحال باشیم دیپریشن نمیگیریم، اکثرا به داشته های دیگران نگاه میکنن و چون اونو ندارن دیپریشن میگیرن. من واقعا حقیقتیه، من میدونم اینجا دیدم. یا از اینکه ما رو در جامعه تحویل نمیگیرن، گناهشو به گردن دیگران میندازیم. بابا خب شما یه جوری هستین که تحویلتون نمیگیرن دیگه، من نمیدونم چی بگم. به جای خوردن قرص آرام بخش باید خودمون رو اصلاح کنیم. اگه مثلا بچه هامون اونجوری که دلمون نمیخوان دوره برمون نمیچرخن، گایه هایی میگن و میرن، باز میریم قرص میخوریم که بله بچه های من اینجوری هم، من دیپریشن دارم. زندگی رو باید قبول کنیم، به چشم باز مشکلات بچه ها رو نگاه کنیم، ببینیم چرا از ما کناره میگیرن. اگه نوه هامون حوصله ندارن با وقت بگذرن، این خیلی عجیبه، من اینجا خیلی داریم میشینن ناراحتن که این نوه ها دیگه نوه های سابق نیستن. بابا اینا دیگه نمیتونن با ما وقت بگذرونن، اینا دائم یه دونه تلفن دستشونه، با دوستاشون تکس میفرستن صحبت میکنن، با من و شما چی بگن. خلاصه گناه به گردن خودمون نندازیم، قبول کنیم که اونا در دنیای دیگه ای زندگی میکنن. این زمان با اون زمانی که پدر و مادر و مادر بزرگ و پدر بزرگ و نوه ها همه توی یه خونه یا منطقه یا توی یه شهر زندگی میکردن فرق کرده. و خیلی از مسائل دیگر رو اگه رعایت کنیم قبول میکنیم که احتیاج به قرص آرام بخش نداریم. دو تا از خانمای چیز جالب دیگه ای گفتن، دکترشون به پسرای 14-12 سالشون قرص خواب داده، میگه اینا اگر که قرص نخورن شب نمیخوابن. این دیگه خیلی برای من عجیب بود و واقعا سرنوشت این بچه ها رو نمیدونم در 20 سال بچه خواهد بود. خلاصه این موضوعی بود که خیلی فکر منو مشغول کرده بود، خواستم که بقیه هم یک کمی بهش فکر کنن و
نگاه کنم. ممنون از لطفتون اسد خانم، ما را هم به فکر وامی دارید و همینطور شنوندگان رو، و دمتون گرم که اینقدر نگاهتون نگاه مثبتی است به جهان. قربونتون با پذیرش. ممنونم. تا بار دیگه، روزتون بخیر. قربون شما باشید. حالم بده، احوالم بده، فیست کارتونی دیدم، صورتت نایلونی دیدم، خیلی بده. حالم بده، احوالم بده، فیست کارتونی دیدم، صورتت نایلونی دیدم، خیلی بده. فرش خان اگه حالمون هم بد بود باید حالم خوب شده. این بچه های ایران، آقای علیشمس و آقای اشکین 2098 خوانندگان این ترانه بودن، ترانه حالشون بده، ولی با حال بدی که اینا داشتن با حالم خوب شد. ممنونم. فرصت کوتاهی است دوتا از برنامه هایی که در طول هفته داریم رو خدمتون بگم. همین امشب گروه سبا در برنامه آینه در آینه به رهبری آهنگساز و پیانیست نازنین آقای امیر بیات و خوانندگی خسرو انصاری همراهی وحید بیات و ایمان عیار حسنوف برنامه‌ای دارند در سنت آگوستین بای دی سی چرچ واقع در 1227 خیابان چهارم در شهر سانتا مونیکا. کسانی که هنوز بلیت نگرفتن یا مایلن به این برنامه برن، که هفته قبلا با آقای بیات صحبت کردیم و یک مجموعه از آهنگهای ایرانی و همچنین با اثراتی از ترانه های ترکی از باکو در اون هست، 818-231-0875 و kodum.com میتونن بلیت تهیه بکنن و یا اینکه به محل برن در سنت آگوستین بای دی سی چرچ. گروه همسفران در برنامه‌ای که فردا شب دارن در مگنم اودیتوریوم اسکوربال کالچر سنتر ساعت 7 برنامه‌ای تحت عنوان ریکرژن دارند و در این برنامه لیلا محمدی و بهنام زیایی همکاری می‌کنند و آهنگ‌های جدید فیوژن و برنامه‌های فوق‌العاده جالبی رو، موسیقی فوق‌العاده جالبی رو که با به وجود آوردن خودشون برای شما اجرا خواهند کرد و همراهی اردشیر فرح، هنرمند گرامی و صاحب نام، که مجموعه کار این دوستان رو شنیدنی تر و تماشایی تر میکنه
همونطور که گفتم این برنامه در مگنم اودیتوریوم سکربال کارچر سنتر واقع در 2701 که سپال ودای شمالی ساعت 7 بعد از ظهر فردا برگزار میشه و کسانی که مایلند تهیه بلیت بکنن میتونن به شرکت کتاب در وستوود مراجعه بکنن یا کیو مارکت در ولی و یا اینکه آنلاین یا به محل هم میتونن مراجعه بکنن. در واقع مثل اینکه اینطور که شنیدم تعداد زیادی هم بلیت نمونده، بسیاری از بلیت ها فروش رفته. اینه که خواهش میکنم کسانی که علاقمندن یه کمی دیگه عجله بکنن و نظرم برای آخرین دقیقه. خیلی خب، بریم و برگردیم ساعت دوم خدمتون تقدیم بکنیم. لس آنجلس. سلام، حال و احوالت چطوره؟ خوبم، خیلی بهترم. مشکلم با 8 میلیون حل شد. جدن؟ یعنی 8 میلیون رو گرفتی؟ آره 8 میلیون رو گرفتم. الان پرونده تصادفم خیلی خوب داره پیش میره. شنیدم. چرا که شماره جادویی 424 8 میلیون پشتوانه 20 سال تجربه یک وکیل موفق و به نام تصادفات رو با خودش به همراه داره. دکتر الکساندر اسکندری، تو کی 8 میلیون رو گرفتی؟ درست در صحنه تصادف. راهنمایی کار و قدم اول بعد از تصادف و چی؟ از 8 میلیون. برای مداوای صدمات بدنی و رفتن به پزشک چی؟ بازم 8 میلیون. تمامی راهنمایی کارهای حقوقی در زمینه تصادفات و دکتر اسکندری و 8 میلیون به من دادن. بعد از تصادف 8 میلیون رو بگیرید. 424 8 میلیون. 424 8 میلیون. 424 8 میلیون. دکتر الکساندر اسکندری. اگر به دنبال دفتر کاری مناسب و یا جابجایی محل کار خود در شهر لس آنجلس هستید، اگر می‌خواهید در محیطی مناسب میزبان مشتریان خود باشید و جلسات کاری خود را در فضای شیک و مدرن برگزار کنید، وست سنچری پلازا را به خاطر بسپارید. در وست سنچری پلازا با چشم‌انداز زیبا و بی‌نظیر، جیم و اینترنت رایگان، سکیوریتی، پارکینگ و کلیه امکانات در مکانی مدرن و امن، اعتبار کاری خود را چند برابر کنید. وست سنچری پلازا در 5777 وست سنچری بولوارد در شهر لس آنجلس تعداد محدودی از آفیس‌های خود را اجاره می‌دهد با قیمت باور نکردنی هر اسکوئر فیت $1.75. درست شنیدید، هر اسکوئر فیت $1.75. تلفن کسب اطلاعات 323-851-5959 323-851-5959. پیامی از رادیو ایران. ما ایرانیان به طور سنتی ریخت و پاش، دور ریختن و هدر دادن را دوست نداریم. هم نسلان من یادشان هست که بازیافت یا ریسایکلینگ همیشه در ایران رایج بود و ما نیز چنین فرا گرفته ایم. اکنون که کالیفرنیا به دلیل خشکسالی نگران کننده نیاز به همفکری و یاری ساکنانش دارد، ما ایرانی تباران نیز باید همراه با سایر شهروندان این ایالت در مصرف هرچه کمتر آب بیشترین همت و توان خود را به کار گیریم تا این سرمایه گرانبهای دور از دست سرس را هدر ندهیم. امروز آب را حفظ کنیم تا فردا شرمنده فرزندان خود نشویم. حفظ آب، حفظ زندگی است. کلاس‌های فارسی مدرسه غیرانتفاعی خیام در شهر ایرواین با بیش از 25 سال تجربه کودکان ایرانی آمریکایی را با اصول زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن و فرهنگ ایرانی در محیطی با استاندارد آموزشی آشنا می‌کند. برای آگاهی بیشتر با بنیاد غیرانتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 با خانم هوری قهرمانی تماس بگیرید. زبان شیرین فارسی را به یاد داشته باشیم. رادیو ایران 670 AM با صدها هزار شنونده در ایالات متحده و سراسر جهان پشتیبان جامعه ایرانیان در جنوب کالیفرنیا به ویژه در لس آنجلس و اورنج کانتی است. شما نیز می توانید از همینک با تایپ نشانی KIRN 670 AM در اپ استور و گوگل استور گوشی های خود اپلیکیشن رادیو ایران را تنها با یک کلیک به صورت رایگان دانلود کرده و همراه با دیگر ایرانیان سراسر جهان آسان تر از گذشته شنونده برنامه های ما باشید.
رمادلینگ آشپزخانه خود را به ما در جی ام کیچن استودیو بسپارید تا این مهمترین قسمت خانه شما را به قشنگترین قسمت خانه شما درآوریم. از نمایشگاه‌های جی ام کیچن استودیو با مدیریت قاسم میخچی در وودلند هیلز مقابل تارگت و در وستلی تقاطع سانتا مونیکا و وستوود بولوارد دیدن کنید. تلفن مرکزی 818 310 2646 818 310 2646 عضو 08. Get on Twitter and YouTube. Click on them and join us. Get social with 670 AM KIRN. Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. خب دوستان، به ساعت دوم برنامه امروز ما خوش اومدید. شنبه سوم ماه جون 2017 میلادی برابر با 13 خرداد ماه 1396 خورشیدی. با ما باشید، از سر میز صبحونتون بلند نشید، چای تازه کهنه دم تازه جوش رو بذارید رو میزتون، دنبال برنامه رو خدمتون تقدیم کنیم. یک نگاه یک اندیشه. خب در این بخش از برنامه بریم به سراغ یک کارشناس هنری، آقای دکتر هومن سرشار، که در هفته‌ای که در پیش داریم، روز ششم ماه جون، سه‌شنبه ششم ماه جون، در موزه هنرهای معاصر لس آنجلس لکما همراه با گروهی از کارشناسان دیگر یک بحث و گفتگوی بسیار مهم و اساسی در مورد کلکسیون کردن آثار مدرن، جمع‌آوری آثار مدرن و هنرهای مدرن در خاورمیانه برای علاقمندانی که به تازگی به دلیل بازار و وضع و اوضاعی که وجود داره علاقمند شدن به اینکه خودشون جزو گردآورنده ها و کلکسیونرها باشن، براشون حتما موضوعهای مهمی رو مطرح میکنه که از خودشون میپرسیم. دکتر هومن سرشار برای شما شنوندگان رادیو نامی شناخته شده است، چون که دکتراشون رو از دانشگاه کلمبیا در ادبیات تطبیقی گرفتن، بنیانگذار و مدیر بنیاد کیمیا هستن، بنیادی که به هنرمندان کمک میکنه و برای آثار هنری سرمایه گذاری میکنه، و بعد خودشون هم یکی از کلکسیونرهای معروف هنرهای ایران هستن. در نتیجه به عنوان یک کارشناس در این جلسه نشست و گفتگو حضور دارن، اطلاعات بیشتر از خودشون میگیرن. آقای دکتر سرشار، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. خیلی خیلی ممنون از وقتی که به ما دادید. خب در مورد این گفتگو یا پنل دیسکاشن یا نشست گروهی در موزه لکما و موزه هنرهای معاصر لس آنجلس برای ما صحبت بکنید. در واقع در چه زمینه است و چه کار خواهید کرد روز سه‌شنبه ششم؟ یک پنلی گذاشتن در این موزه به همت خانم لیندا کامروف، خانم دکتر لیندا کامروف که رئیس بخش هنرهای خاورمیانه موزه هستند، که هم خودشون هم من هم دوست عزیزم خانم رکسان زند که سرپرست هنرهای خاورمیانه در اکشن هاوس سادویس هستن، اونجا شرکت خواهند کرد، و خانم دکتر ربکا مورس که سرپرست بخش عکس مجموعه عکس‌های موزه لاکما هستن. یه صحبتی خواهیم داشت در مورد فن مجموعه داری به طور کل و مجموعه داری در هنر معاصر و مدرن خاورمیانه، که از من خواهش کردن که در مورد تجربه خودم به عنوان مجموعه دار که الان تقریبا 28 ساله که در این زمینه فعالیت میکنم، با شنوندگانی که هستن اونجا تجربه خودم رو در میون بذارم. چقدر این مسئله گردآوری مجموعه داری آثار هنری ایرانی و خاورمیانه این روزها
مهم شده و بیشتر موزه ها و بیشتر سالن های حراجی آثار هنری به ایران و به مجموعه های خاورمیانه میپردازند و این نیاز این که کسانی که تازه وارد این بازار شدن و میخوان آثار هنری بخرن آگاهی بیشتری پیدا کنن هست. آیا این در واقع یک جلسه آموزشی و اطلاعاتی هم هست کسانی که علاقه‌مندن که به خرید آثار هنری ایرانی بپردازن میتونن بهره بگیرن از این که چگونه از کجا شروع کنن، چگونه بتونن درست از نادرست تشخیص بدن و از این قبیل؟ آقای دکتر سرشار، 100%. بالاخره در طول این یک ساعت و نیمی که اونجا با هم دوره گرده هم هستیم این صحبت هم پیش خواهد اومد، ولی خب در مورد کارشناسی اگر کسی که واقعا داره تازه به این کار میاد، حتما توصیه من بهشون اینه که با کسی که سابقه بیشتری در کارشناسی دارن صحبت بکنن. ولی دلیلی که این نشست میتونه خیلی جالب باشه و نیت خود من برای شرکت کردن در این برنامه اینه که واقعا ایرانیان رو بیشتر تشویق بکنیم به مجموعه داری. ما ایرانیا خوشبختانه به خاطر سنت خیلی غنی که در شعر و زبان داریم، هممون علاقه بسیاری به شعر فارسی داریم. از فردوسی تا فروغ رو غالبا کسی که فارسی صحبت بکنه بالاخره بیا آشنایی مختصر اقلا تمام ایرانیان با اشعار اینا دارن، ولی چون حالا به دلیل مختلف در تاریخ ایران فرهنگ نقاشی به اون صورت هرگز رونق خاصی نداشته، متاسفانه به خصوص در مورد هنر معاصر ایران یه مقدار زیادی ماها از ارزش هنری و فرهنگی این پدیده واقعا عجیبی که در قرن بیستم میلادی در ایران افتاد عقبیم. من که خب از بچگی خودم آشنایی با شعر معاصر ایرانی فارسی داشتم، خیلی زود به این نتیجه رسیدم که هنرمندان و نقاشانی که در این زمینه کار میکردن و در اون دوران کار میکردن، در واقع کاری که انجام میدادن در حوزه فرهنگی و نقاشی یه ارتباط خیلی خاصی و مستقیمی با اتفاقاتی که در شعر نو فارسی میافتاده داشته. و خب واقعی که شروع کردم به جمع‌آوری، البته این بحثایی که کریستیز و آکشن‌های مختلف به وجود آوردن اصلا مطرح نبود، ولی ارزش کار اینا رو واقعا من فکر میکنم که هر کسی که وارد این حوزه بشه خیلی زود میتونه به دست بیاره و واقعا هم از خودشون باید حمایت بکنیم، هم از نسل جوانی که در ایران، در خارج از ایران، در هر جای دنیا ایرانی هستن و هنرمندن. بالاخره مجموعه دارانن که زندگی اینا رو به طور کلی میتونن تامین بکنن و حمایت بکنن ازشون که اینا بتونن کارشون رو ادامه بدن. آقای دکتر سرشار، آیا برای نقاشی و هنرهای تجسمی مثل مجسمه سازی از این قبیل که الان در واقع رونق بسیاری داره در از هنرمندان ایرانی، باید بود اول در خارج، در غرب، این ارزش این رو بفهمن و مجددن به ایران برگرده، یا این جنبش از داخل ایران شروع شده؟ به نظرم نمیاد که از داخل ایران شروع شده باشه. ببینین، چرا در داخل ایران شروع شد، ولی ارزش بازاری که این هنرها پیدا کرد، متاسفانه این عادت، متاسفانه عادتیه که ایرانیان اصولا، ما در مورد فرهنگ خودمون خب در زمینهای مختلف هم داریم، شاید یه بخشی با ارتباط مستقیمی با اون غرب زدگی که واقعا در بطن ذهن تمام ماها به یه نحوی نهفته ارتباط داشته باشه. ولی قبل از این که آکشن هاوس های مثل کریستیز و سادبیز و بانمز و اینا بیان و هنر ایران رو رونق بدن و در آکشن های خودشون ارائه بدن، بودن کسانی در ایران که مجموعه داری میکردن. خود من یکی از اینها بودم، البته خب من که خارج از ایران زندگی میکردم، ولی اون زمان به نظر خود من که مجموعه دارم دوران شکوفایی مجموعه داری بود. برای اینکه واقعا الانم که فکرشو میکنم، خب دوست خیلی خیلی عزیزم خانم آریا اقبال که
صاحب نگاهخانه آریا هستن در تهران، با هم همکاری میکردیم. واقعا بعضی موقع برای من یه کارهایی میفرستاد، 10 تا 15 تا 16 تا کار میفرستاد که من مدت ها فرصت داشتم که از لابلای اینها اون رو که دلم میخواست انتخاب میکردم به قیمت هایی که اصلا امروز از قیمت های افسانه ایه. ولی این تحولات در ایران اون زمان هم بود، فقط ارزش بازاری که این کارها پیدا کرده به خاطر اینه که دنیای غرب هم از طریق این آکشن هاوس ها با ارزش هنری این کارها آشنا شده و به نظر من خب خیلی طبیعیه که این قیمت ها رو این کارها دارن پیدا میکنن، برای اینکه از نظر من کار پیلارام، کار سهراب سپهری، کار زندرودی از هنرمندای هم دوره غربی خودشون کمتر دارای ارزش هنری نیست، فقط خب بازاره که یه مقدار فرق میکنه در موردش. خب حضور افرادی مثل خانم دکتر لیندا کامروف در موزه هنرهای معاصر ایران و در موزه های دیگر مثل موزه آقاخان که الان در تورنتو کارهای پرویز تناولی و بعد مجموعه داران دیگر ایرانی رو دارن نشون میدن، یعنی توجه موزه ها و کسانی که در واقع آگاهی و شناختی از بازار هنر دارن هم بی تاثیر نبوده. شما آشنایی خوبی با خانم دکتر لیندا کامروف دارین، بانویی که در لکما واقعا هنر ایرانی رو در مجموعه موزه بهش ارزش بسیاری گذاشته و در طول سالهایی که در اونجا بوده. کمی از مورد خانم دکتر لیندا کامروف هم با ما صحبت بکنید که چقدر موثر بوده در این قضیه و چقدر ما ایرانی ها باید قدرشو بدونیم. خیلی خیلی خانم دکتر کامروف علی‌رغم اینی که زمینه دکتراش و تخصصش دکتراش و اینا رو در مینیاتور صفوی گرفته، خیلی زود ارزش هنری هنر معاصر ایران رو درک کرد و واقعا خب من شاهد دست اولم که چندین و چند ساله که داره فعالیت میکنه که مجموعه موزه هنر معاصر لس آنجلس رو هر چقدر که میتونه، البته با توجه به تمام محدودیت‌های بودجه‌ای که این موزه داره، رونق بده. دائم داره خرید میکنه، دائم با هنرمندای معاصر در تماس و ارزش کار اینها رو خیلی خیلی زود و خیلی دقیق درک کرده. اون چیزی که باز هم برمیگردم به اشعار فارسی، ما هممون همیشه میگیم که واقعا شعر فارسی انقدر غنیه که غیر قابل ترجمه است و چرا دنیای غرب ارزش فردوسی و رومی و حافظ و سعدی رو تا اونقدی که باید نمیدونن. در مورد هنر چون خب از حوزه زبانی خارجه و هر کسی که بالاخره آشنایی با زیبایی شناسی داشته باشه میتونه ارتباط مستقیم با این هنر برقرار بکنه، این اتفاق در مورد هنر معاصر ایران داره میفته و در حدی که لازمه داره میفته. کیوریتورهای مختلف چه در موزه آقاخان چه در موزه ایجا سوسایتی که دو سال پیش در مورد هنر معاصر ایران یه نمایشگاهی داشتن در نیویورک، بله، دارن کمال استفاده رو از این آزادی و این امکان میکنن که هنر معاصر ایران رو به تمام دنیا بشناسونن. شما لازم نیست که کوچکترین آشنایی با زبان فارسی داشته باشین که بتونین از ارزش‌های هنری و فرهنگی این کارها لذت ببرین و به خاطر این مسئله واقعا بیدلیل نیست در رونقی که این کارها پیدا کردن در بازار هنر و در تاریخ هنر دنیا. میتونم آقای دکتر سرشار نتیجه گیری بکنم که در بین همکاران شما از نظر مجموعه داری در واقع و یارانی که مجموعه آثار هنرهای هنرمندان ایرانی رو جمع میکنن غیر ایرانی هم داریم؟ غیر ایرانی داریم ولی نه به اون صورت. اونایی که خارجیایی که میان طرف هنر ایران، اونها غالبا با هنر یک یا دو نفر کارشون رو شروع میکنن و علاقه بسیاری بیشتر به اینا پیدا میکنن. مثلا خانم منیر فرمان فرمایان خب یه جذابیت خاصی برای هنرمندان غربی داره، برای اینکه حالا یه ذره جلوه اورینتالیست داره کاراش براشون و واقعا خب خیلی مدرنه.
ولی به اون صورت که مجموعه یا شیرین نشاط مجموعه داریم یا شیرین نشاط که قطعا، یعنی اون واقعا خب یکی از کسانیه که هنرش رو غربی ها خیلی دوست دارن و اول در امریکا، در واقع در امریکا در ونیز شناخته شد، ولی به اون صورت مجموعه داری که با آگاهی بیشتری در مورد خود این اتفاقی که در ایران افتادین شکوفایی و دوره سقاخانه و اون چیزی که از این دوره سقاخانه به نتیجه گیری که از اون دوره سقاخانه شد در ایران، به اون صورت هنوز کسی نیامده که کلکسیون دقیقی به اون صورت داشته باشه غیره. در غربی و غیره ایران. خیلی خوب، دوستانی که علاقه مندن این بحث رو بیشتر و گسترده تر بشنوند، سه‌شنبه ششم ماه جون ساعت 7:30 تا 9 در موزه هنرهای معاصر لس آنجلس لکما در براون آدیتوریوم واقع در 5905 ویلشر بولوار میتونن حضور پیدا بکنن. این برنامه رو اگر که کسانی علاقمند باشن بیان، باید قبلا RSVP بکنن، یعنی برن تقاضا بکنن با ایمیل amec@lakma.org، چون تعداد صندلی ها کمه و اینطور که شنیدم تقریبا بیشترینش تاله گرفته شده و دیگه علاقمند هستید میتونید که این کار انجام بدید. سپاسگزارم از شما آقای دکتر هومن سرشار. امروز روز ویژه‌ای هست و من از فرصت مادر بودن شما استفاده کنم تولدتون رو بهتون تبریک بگم و بگم که چقدر مفتخرم اینکه مادر شما هستم. انشالله که سالیان دراز عمر پایدار و پر عزت داشته باشی و من هم از داشتن چنین پسری لذت ببرم. فرشاد خانم خیلی. به شما میخواد تبریک بگه. مرسی، سپاسگزارم از شما. روز شما روز. چوبلها سراپا نشاط و شوری، تولدت مبارک، تولدت مبارک، بهار امیدی همه سروری، تولدت مبارک، تولدت مبارک. گل من چشم دلم از تو روشن، شکفتی زیباتر از گل به گلشن، نشستی چون لاله در باغ هستی، توی تو بهانه هستی من. Radio Iran. خیانت در امانت نه تنها بر ضد فرهنگ ماست، بلکه بر ضد قوانین کالیفرنیا است. اگر در شرکت شما صداقت وجود ندارد و به شما صدمه اقتصادی خورده است، حتما با ما تماس بگیرید. دکتر فریبرز نژادپور، وکیل مورد اعتماد شما. 310-95-4-95-95. رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان می‌رساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می‌شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان. سلام آقای دکتر. سلام، بار اوله که تشریف میارید مطب ما؟ بله. میشه بپرسم چطور ما رو پیدا کردین؟ از طریق اینترنت آنلاین سرچ کردم، شما همه جا هستید، صفحه اول گوگل، تازه کلی هم مطلب خوب و ریویو در موردتون توی سوشال مدیا و سایت های خبری دیدم. با این همه فعالیت آنلاین فقط من موندم که وقت میکنید به مریضاتون برسید آقای دکتر. همه این کارا رو سپردم دست سایبرست. از وقتی که شرکت سایبرست کارهای تبلیغات اینترنتی منو انجام میده، دیگه هیچ نگرانی از این بابت ندارم و تمرکز میکنم روی تخصص خودم. چقدر خوب. خب فکر میکنید سایبرست بتونه به بیزینس منم کمک کنه؟ البته، باشون تماس بگیرید. تلفنشون 800-947-40 عضو 08 و 55 صدم هستن. وبسایتشون cyberset.com. Cyberset is a premier Google partner. 800-900-4740. cyberset.com. خنده صبح، کنسرت گروه کوبان با صدای سیامک شجریان. دامه دگر نهادم تا که مگر بگیرمش. یک شنبه 25 جون ساعت 7 بعد از ظهر در گیندی آدیتوریوم. مراکز فروش بلیط شرکت کتاب کیو مارکت، تیکتر.com و کدوم.com. تلفن اطلاعات 310-477-4141.
KIRN از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. بهانه ها با دکتر صدرالدین الهی. آقای دکتر صدرالدین الهی، صبح شما بخیر در شمال کالیفرنیا. خانم سرشار عزیز، صبح شما هم بخیر در جنوب کالیفرنیا. تابستون شروع شده، بد نیست. بله بله، اینجا البته تابستون ما با یه مقداری سرما توام هست. در شهر شما گرم شده؟ آره نه، اینجا همینطوره. زرود گرم میشه، 70 میشه، خوبه. ما باش میسازیم بالاخره. بله خب، نسازیم چیکار کنیم؟ بله خب، آقای دکتر امروز چه کار میخواییم بکنیم؟ والا امروز به دستور شما میخواییم کار کنیم. اختیار داریم. دو هفته پیش که من صحبت کردم راجع به این مسئله وطن دوم، سرکار فرمودین که مطلبی رو در کتاب دوری یادگیری‌ها خوندیم به نام هوای کویزا از سر نمیرود ما را. بله. و به من گفتید که بد نیست اینو دوباره بخونیمش. من تصورم اینه که خیلی فکر درستیه، برای اینکه بعد از اون برنامه هم عده زیادی من تلفن کردن، خیلی خوشحال بودن که همچین مسئله مطرح دو ملیتی بودن یعنی چی اینا. و بعد من وقتی بار دیگه وقتی شو اشاره کردید چون رفتم خوندم مطلبو، این مطلب خانم سرشار من 10 سال بعد از اینکه اومدم به امریکا نوشتم، ولی همچنان تازگی داره. ولی نه، ولی همچنان درد توش هست. همون میگم دیگه، همچنان مثل اینکه امروز نوشته شده. خب من گوشم ما و شنوندگان گوشمون به شماست. خواهش میکنم. دیگر این پنجره بگشای که من به سطوح آمدم از این شب تنگ. دیرگاهی است که در خانه همسایه من خونده خروس، این شب تلخ عبوس می فشارد به دلم پای درنگ. شعر از سایه است. در فرودگاه گذرنامه‌ام را با گردنی افراشته و نگاهی تحقیرآمیز به مأمور می دهم. دستم را در جیبهایم فرو می کنم و معطل می شوم تا او ویزای 4 ساله مکرر را هر قدر دلش می خواهد پشت رو کند. به سوالاتش با بی‌اعتنایی آمیخته به آقا منشی جواب میدم، از سر سیری به یک خورده عصبی که مگر کوری و نمیبینی که همه چیز مرتب است؟ گذرنامه دولت شاهنشاهی ایران است و ویزای 4 ساله امریکا در تهران و دعوتنامه مخصوص دانشگاه ایالتی سن‌حوزه که ویزای ورودی را خود به خود به ویزای جیوان تبدیل میکند، یعنی ویزای استاد مدعو. اصلا از احترام متداول در رفتار اینها خبری نیست. به خود میگویم امریکایی هستند و بی تربیت و مغرورانه پاسپورتی را که به دستم میدهد میگیرم بی تشکر از او با لحن معنیداری، و او با لحن معنیداری میگوید متشکر از سر. روی پیاده رو هوای صاف و آفتابی را میبلم. یک سال هم یک سال است، فرصت مطالعاتی است باشد. انگلیسی بلد نیستم، یاد میگیرم. یک سال لاغل آزادم، یک سال دیگر بکن نشکن نکن نمیشتم. مجبور نیستم وقتی فکرم میدود هر قدر بچگانه مثل لله دنبالش باشم که مبادا پایش به سنگ براید. مجبور نیستم خیالهای آبی و روشنم را که توی آسمانهای دور به آتشبازی آزادی نگاه میکند از یه سر و دو گوش بترسانم و زبان بریده به کنجی بنشینم و سمون بکم به همه چیز با رضایت نگاه کنم. مدتی دور از وطن خواهم بود، این تازگی ندارد. سالها سرگردان و جویا این طرف و اون طرف بودم. بگذار مدتی هم در یه دنیا باشم که اصلا هیچ وقت دوستش نداشتم. چرا نمیدانم، شاید به دلیل عقده‌های حقارت اروپایی و معلم‌های اروپایی که فنسالاری پیشرفته اینها را دوست نداشتند. فعلا ما اینجاییم، از گرما و ترافیک و کثافت تهران خلاص. وطن پشت سر من است، شیخ به من اندرز میدهد، به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار. چون ماکیان به در خانه چند باشی زار، چرا سفر نکنی چون کبوتر تیار؟ شیخ تنها نیست، صدای دیگری از دور دست تاریخ می آید که
این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جاییست کورا نام نیست. این سالهای آخر وطن بد جوری برایم تنگ شده بود، حالا لااقل فرصتیست. یک سالی آمدم پول وطن هست، خود وطن نیست. با یک نوع بیوطنی در جستجوی جهان وطنی تاکسی را صدا میزنم. مثل همه راننده های تاکسی در دنیا بی تربیت است و فحاش، متقلب و راه دور کن. ولی به من چه؟ تاکسی نارنجی تهران که نیست، جلوکب امریکایی است. به علاوه معنی فحاشش را من درست نمیفهمم. در کنسولگری سان فرانسیسکو یک جوان انقلابی با شور انقلابی پاسپورتم را توی صورتم پرتاب میکند، دندان میانی فک بالایش یا شکسته بر اثر مشتی یا نداشته بر اثر سوء تغذیه. با خشم انقلابی بر سرم فریاد میزند که شما و امثال شما دیگر وطنی ندارید، این پاسپورت طاغوت را ببرید بگذارید، لای کفنتان تمدید و تجدید نمیشود. من در رأی گیری بزرگ که نوعی شبیه سینه زنی و قنه زنی روز عاشوراست شرکت کردم و رأی مخالف دادم. با خود فکر کردم که اگر آزادی، آن خجسته آزادی که می گفتند، از راه رسیده، من حق دارم به حکم یک کلمه نه و یک کلمه بیش که گردن نه و نگذاشتم. حالا خشم انقلابی وطن مرا از من گرفته است. در سرسرای امبرگادر سنتر به خود می گویم وطن آنجا آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. فعلا ما در چنین جایی هستیم، پس وطن همینجاست، وطن همینجا وطن ماست. وطنی کم کم دارد در روبرویم میستد، قد بر می افرازد. حالا که پاسپورت ندارم، حالا که باید به تمام آژانهای بی لبخند و سرد بگویم یس سر نو سر، توی یک کافه، جایی بین کاباره و کافه و مجلس سخنرانی و بعض، همه مثل من در پچپش وطن گجاست گرفتارند. مسترها با اسم ایران گریه می کنند و ناگهان دسته موسیقی ناشیانه سرود ایران را می نوازد. سکوت می افتد. روزهای سرد آذر و دی در حیات دبستان توی رگهایم می دود و صدای جوجه خروسوار بچه ها که نوک گرد ای دشمن است تو سنگ خاره ای را نمی توانند تمام کنند. سروز روز روزهای بوی روزهای کودکی و نوجوانی را می دهد. روزهایی که دو جور سرود داشتیم، سرود شاهنشاهی برای سینما و چهارم آبان و سرود ایران برای صبحدمان سرد مدرسه که یادمان می آورد ما که اطفال این دبستانیم، همه از خاک پاک ایرانی. و چرا سرود دومی از یادها رفت؟ چرا این ایران این مرز پرگوهر اسباب فتح شعر خانومی شد که ما می توانستیم او را با ایمان بیاوریم، با آغاز فصل سرد به ثبت برسانیم؟ حالا دوباره سرود را یافتیم، اما چه دیر. در میخانه ها پای صحبت کشندگانان، در جمع ناباوران به مرز پرگوهر. و مرز پرگوهر مثل باغچه شهرار قارب شاعر دارد قبرستان می شود. از این باغچه با درخت های سیب و به و انار آرام آرام دارد از خاطرات سبز تهی می شود. دشمن اونجاست، سنگ خاره در برابر آهن است. 10 سال است که وطنم را از دست دادم، در وطنی که بدتر از همیشه می خواهند من راه درست را از خطا و طریق بهشت را از دوزخ بیاموزند، دیگر جایی برای من نیست. در وطن تاکسی نارنجی و میدان نیایش و پوزهای روکیسهی کسی با خلوت من کاری نداشت. من میتوانستم شاه هنگام با خدای خود ناسازگاری ها داشته باشم. اما حالا به من دستور میدهند که وطن را با کفن و ستر و کافور دوست داشته باشم و آوازهای مستادم را به خیخهای دعای نده مبدل سازم. 10 سال پیش روزی که می آمدم وطن داشتم، حالا سپردم که مرا بسوزارند، خاکسترم را باد دهند. شاید که باد ذره یدن را با این سرزمین برد، این ذره باز هم مست سرنشناس و پانشناس بخاند هوای کوی تو از سر نمی رود ما را. قریب را دل سرگشته
با وطن باشد. دمتون گرم آقای دکتر. خواهش میکنم. نگفتم که به روزه فکر میکنید که همین امروز هم همین تصور رو داریم و همین زندگی رو داریم میکنیم. این کتاب لعنتی روزای دوریا و دلگیری ها که دست منه همینطور همش به روز میشه بسن. واقعا به این کتاب های آقای دکتر الهی اجازه بدید من اینو بگم که این کتاب هایی که شما نوشتین هرچند که خاطرات و یا برداشت ها و دیدگاه هاتون نسبت به آنچه که در طول روزها و ماهها و سالهایی که زندگی کردین روی کاغذ اومده ولی یک گزارش درست و صحیح و احساسی از زندگی ایرانی ها در خارج از کشور در طول این سالها که به طور قطع مطمئنم که برای آیندگان یک کتاب مرجع خواهد بود برای این که بدونن که ما ایرانی ها در این سالها چگونه وارد این مملکت شدیم، چگونه مجبور شدیم که بپذیریم اینجا رو به عنوان خانه دوم و چگونه در این سرزمین جا افتادیم. حالا این روزگارانی که داریم میگذرونیم سالهای اخیر که یه ذره نسبت به مهاجران و پناهندگان دید خوشی ندارند ولی روزگاری هم که ما میومدیم همچون با آغوش باز هم نپذیرفتن ولی به این بدی هم نبود. نه نه بله همیشه گفت اون شعر که میگه این وطن مصر و عراق و اشقاق نیست زن زیاد به نظرم درست در نمیاد. در هر حال سپاسگزار شما هستم، لذت بردیم تا بار دیگر که در خدمتون باشیم آقای دکتر. روز شما بخیر. روزتون بخیر. سرت گروه موسیقی سبا با آهنگسازی و پیانوی امیر بیات. زمان شنبه 3 جون 7:30 شب. خوانندگان خسرو انصاری و وحید بیات. ای ساره بان آهسته را کارام جانم می رود. ای ساره بان آهسته که کارام جانم در یه در. به همراهی امام یار حسن اوف. زمان شنبه 3 جون 7:30 شب. 12:27 خیابان 4 سانتا مونیکا. اطلاعات بیشتر 818-231-08-75 و یا kodum.com. همینطور فروشگاه های معتبر ایرانی در وست وود و وودلند هیلز. تلفن 818-231-08-75. الو سلام، زنگ زدم تلفن دستیت خاموش بود، خونه رو گرفتم. چطور این وقت روز خونه ای؟ تصادف بدی داشتم، ماشینم توتال شد، خودم هم صدمه دیدم. ای بابا، کی تصادف کردی؟ 3 روز پیش، وقتی داشتم محصولات کمپانیمون رو میرسوندم به مشتری. میدونی که میتونی 2 پرونده داشته باشی؟ چطور؟ چون تو در زمان کار و دلیوری اجناس کمپانی تصادف کردی و جراحات بدنی دیدی، میتونی هم پرونده تصادف داشته باشی، هم پرونده صدمات ناشی از کار، ورکرز کام. یعنی حالا باید 2 وکیل بگیرم؟ یه وکیل تصادفات و یه وکیل صدمات ناشی از کار؟ نه، خوشبختی در اینجاست که با مراجعه به دفاتر پیام شایانی وکیل تصادفات و ناشی از کار، میتونی هر 2 پرونده رو یک جا باز کنی. پیام شایانی و تیم متخصصش تمامی کارا رو برات انجام میدن. چه خوب شد زنگ زدی. همین الان باشون تماس میگیرم. 818-777-77-77. پس از تصادف بی شایانی هرگز. افسانه، بازم داری میری کیو مارکت؟ آره دارم میرم کیو مارکت. تو هم بیا بریم یه سری به این فروشگاه بی‌نظیر بزنیم که جنساشو با هر فصل و عید و مراسمی تند و سریع تطبیق میده. یک قسمت مستقل و متنوع از انواع گوشت و مرغ ماهی با قیمت مناسب داره. سبزی و میوه های کیو مارکت حرف نداره. کیو مارکت در شماره 17261 ونوون، 818-345-4251. 818-345-4251. من یوسفی هستم.
مؤسس هنرسرای غیرانتفاعی با نام اینترنشنال میوزیک فاندیشن. خوشحال هستم با امکان ایجاد کلاسه موسیقی تجربه 40 ساله خودم رو به هنردوستان عزیز با دل و جان اهدا کنم. این کلاس ها بدون هیچ گونه محدودیتی به صورت رایگان و برای مدت زمان نامحدود آموزش داده می شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 310 696 9451 تماس بفرمایید. پنجشنبه 12:30 دقیقه بعد از ظهر، دکتر پیام درخشان، وکیل متخصص در استیت پلنینگ، و آقای شان صداقتی از طرف ایدن مموریال با شما صحبت می‌کنند. موضوع برنامه تنظیم تراست و وصیت‌نامه و برنامه‌ریزی به موقع خرید زمین. پنجشنبه 12:30 دقیقه بعد از ظهر. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran. در خدمت خلق. خب، به آخرین بخش برنامه نزدیک شدیم. در این بخش خیلی خوشحالم که به دیدار و گفتگو با دکتر نیلوفر فرنودی زهیری میریم، روانشناسی که پژوهشگر صلح‌آموزی برای والدین هست و با برنامه زیبای مامز تاک که در تلویزیون پارس دارن برای والدین جوانی که این روزها در این جهان پر آشوب و پر تلاطم فرزند دارن بزرگ میکنن، حرف ها و گفته های فوق العاده آموزنده دارن. ولی در این حال دکتر نیلوفر فرنودی در ماهی که گذشت، در ماه می، سرگرم یک برنامه و یک پروژه بودن که به نظر من فوق العاده جالب اومد و ازشون خواهش کردم که به ما بپیوندن امروز و من از ایشون خواهش کنم که با شما شنوندگان عزیز این مطلب رو در میون بذارم و تقسیم بکنن که پروژه‌ای تحت عنوان 50-50 دی و ازشون بپرسیم که این چی بود که ایشون درگیرش بودن و پروژه ایست که نه تنها در ماه می بلکه در طول سال 2017 در متجاوز از 57 کشور جهان دارن اون رو انجام میدن، به چه قصد و چگونه، از دکتر نیلوفر فرنودی زهیری میپرسیم. صبح شما بخیر خانم دکتر فرنودی زهیری. خانم هما سرشار عزیز و گرامی و شنوندگان گرامی شما، صبح شما بخیر. خوشحالم که در این وقت با شما هستم و در ضمن تلویزیون اندیشه معذرت میخوام. بله، ممنونم از تصحیح. بله، خواهش میکنم. و من اسمم هم در ضمن نیلوفر رو کم میشنوم، نلی، ولی دوست دارم که میشنوم. بله، خب معمولا این اسامی ایرانی رو بعد یه جوری هم تغییرش بدیم، کوچیکش کنیم که امریکایی هم بتونن راحت تلفظ کنن. در حال ایشون راست میگن، در فیسبوک اینا به اسم نلی هستن. آره، من از موقعی که به دنیا اومدم تو کنزاس، خانم سرشار اونجا نرسی که منو گذاشت بغل مادرم، از مادرم پرسید که اسم دخترت چیه و مادرم گفتش که نیلوفر و او اونجا گفتش که نیلوفر خیلی سخته برای ما آمریکایی ها. چرا؟ She looks like a Nelly. Nelly Bell. Nelly Belly. از اون بیمارستان اسم من Nelly Belly بود تا امروز. خب ما خیلی نیلوفر رو دوست دارم. منم همینطوری، که از اسامی زیباست. بله، خب بپردازیم به این گفتگوی 50-50. بله، این که من اوایل که اینو شروع می کردم، این 50-50 رو که می گفتم، آقایون در می رفتن از اتاق. فکر می کردن دارید از تساوی حقوق زنان صحبت می کنید. یا تساوی حقوق زنان یا مادیه، یا این بحث چیه 50-50. ولی بعد که یه خورده صحبت باز شد و گرم شد و بعد یه مقدار این دیالوگ دیگه گفتگو هستش، این که باز شد، دیدم که اتفاقا چقدر شیر مردان و واقعا مردان انسان و بزرگوار این مردان هستن که واقعا کمک میکنن در نهادینه کردن یه سری از این گفتگوهایی که شاید خود ما زنان یه مقدار شاید فکر میکنیم که واجب نیست یا مثلا خطرناکه یا میترسیم. یا چون از آفیس شروع کردم، راستش میخواستم یه تست بکنم ببینم که
این کاپلا و تو روابط یا خانواده این چه تأثیری داره. خب دیدم که این کاپلایی که اینا به عنوان کوپرنت مثلا با هم دیگه بیشتر کار میکنن، بچه داری و بیشتر مدرن هستن و بیشتر طرفدار تساوی هستن، و این تساوی هم به این معنا که نه لزوما تساوی حقوق بشر به اون معنای سنتیش تردیشنال، بلکه تساوی اکوانیمیتی در رابطه. یعنی اینکه من تو رابطه‌ای که هستم با شوهرم و یا شوهرم با من و یا من با کودکم یا کودکم با من، احساس می‌کنیم که تو یه لول گفتگو و گفتمان و احترام قرار گرفتیم. و این بیشتر it's heart centered، یعنی از قلب میاد. اینی که من تو اون رابطه‌ای که هستم، چه با دوستم، چه با شاگردم، چه با هر کی، هر رابطه‌ای رو میتونین بگیرین تصور بکنین، تو اون رابطه احساس دلگرمی و احساس راحتی میکنم که نیازهامو بیان بکنم، با هم دیگه کار بکنیم، با هم دیگه بازی بکنیم، با هم دیگه احترام بذاریم رو تفاوت‌های عقیده‌ای. و این گفتگو خیلی حالت پیسفول و حالت آرامی داره. یه بدبستان در واقع دو طرف است، به جایی که به صورت افقی میره، به جای اون رابطه یه عمودی سنتی که یکی فرمان میده یکی گوش میده. آفرین آفرین. و این رو خب هرچی که من دیدم خانواده‌هایی که ویلنس و ویل بینگ و کانشسنسشون بالاتر هستش، این موضوع رو خیلی راحت‌تر میگیرن و میفهم و اصلا هیچ احتیاج به توضیح و توجیه دیگه نیست. اون مرد به خصوص، مرد در اون رابطه هستش که he stands for her و پشت اون زن هستش و اون زن رو با حالت دلگرمی و با حالت آرامی سپورت میکنه که در این رابطه اینا به صورت خیلی خوبی جلو میرن. حالا کاری که تیفنی شلین کرده که خودش فیلم سازه و این کارای امی نامینیتد فیلم میکر هستش، وبسایتش هم برای دوستان که دوست دارن خودشون تحقیق کنن letitripple.org هستش، و این نیتش intentش این بوده که از طریق فیلم و قصه گویی و از طریق a narrative approach fostering dialogue across borders، این دوست داره که یه حالت یه موومنت جهانی، چون شما خب میدونین این 50-50 موضوعی هستش که در سازمان ملل الان چندین ساله که باز شده و تحقیق کردن و این رو میخوان که تا سال 2030 یعنی 13 سال دیگه به یه جایی برسن که بتونن یه رزولوشن و یه بازدیدایی داشته باشن، یه نتیجه هایی برای این فعالیت ها و کارهایی که دارن میکنن در دنیا و بین الملل داشته باشن. و خب این تیفنی شلین اومده کار جالبی کرد، اومده از طریق میدیا، چون الان خب میدونین سوشال میدیا و این میدیا خیلی قدرتمند هستش، به خصوص در بین این همین نیتی که داره برای fostering dialogue across borders. و خب این اومده به زیبایی این پلتفرمو استفاده کرده، در سان فرانسیسکو هستند و با یک گروه بین المللی همونطور که توضیح دادین از 57 یا الان بیشتر هم شده کشورهای بسیار متعدد. ایران رو هنوز نمیدونم که چی هستش بازتابش و هنوز نمیدونیم. اگر که دوستانی که شنوندگانی که گوش میکنن و علاقه دارن که تماس داشته باشن و سال دیگه در 50-50 دی شرکت بکنن و ارگنایز بکنن، این خیلی مهمه. این خیلی میتونه کمک بکنه، برای اینکه ما هم یکی از این کشورهای به اصطلاح بین الملل خواهیم بود که برای رسیدن به نه تنها حقوق تساوی در هر زمینه ای، حالا ما بخشیش میگن در لیدرشپ هستش، مثلا 50 هد آف ستیت الان
زن هستن. ولی به غیر از اون من فکر میکنم در بطن این دیالوگ و گفتگو مهمه، که بعد اگر شما به این وبسایت تشریف ببرید letitripple.org، اگه میشه اسپلش کنید لیلی جان. Let it ripple مثل letitripple.org. Let it ripple مثل سنگ که میندازیم ripple میکنه. و این زیر 50-50 دی اگر تشریف ببرین، اتفاقا کاراکتر دیش هم بسیار بسیار جالبه که در سپتامبر خواهد بود و خیلی من انوالف خواهم بود و بینندگان یا شنوندگان عزیز که علاقه دارن در این به صلاح روز کاراکتر هم شرکت بکنن، حتما با من یا با خود این ارگانیزیشن تماس داشته باشین، چون میخواییم که حضور داشته باشین. این همون برای ماه سپتامبر هم همون روزی خواهد بود که مثلا فقط تنها میخواید در 6 کلمه هر کسی برداشتشو از تساوی جنسی و این چیزا بنویسه؟ یا یه کار دیگه دارید میکنید در سپتامبر؟ نه، این character day بیشتر فوکس روی، چون میدونین الان روی moral character و به خصوص مدارس و اینکه بچه ها بهشون چی داریم میاموزیم و اینکه ارث رو و زمین رو چگونه داریم ازش مراقبت میکنیم، تاپیک های بسیار مهم هستش که ما خودمون، یعنی من خودم اینو دوست دارم برای اینکه خودم از خودم خیلی یاد میگیرم چه قدمایی داریم مای انسان در اون سالی که میگذره ور میداریم، که این قدم ها کمک بکنه به بهبودی محیط زیستمون، بهبودی خودمون و بهبودی در روابطمون. یعنی این خیلی مربوط میشه به همون interpersonal neurobiological concept of well-being، چون ما در روابطمون هست که رشد و سلامت و به صلاح اون شادابی رو، شادمانی رو تجربه میکنیم و اون روابط میتونه روابط من با رابطه من باشه با زمین، با ارث، که این در رابطه با کانسرویشن هستش و چگونه من دارم زمین رو باهاش تکرش میکنم، ازش مراقبت میکنم. در رابطه با کودکان میتونه باشه، فرزندان خود من یا بچه هایی که در کامیونیتی من باهاشون رابطه دارم. در رابطه با دوستانم میتونه باشه، دوستان زن من، دوستان مرد من، چه کارایی ما میکنیم که ارتقای آگاهی یا اون کانشسنس رو بالا میبره در ارتباطاتمون. و خب وقتی که توجهمون روی میدیایی هستش که این نکات رو داره پرورش میده و داره ارتقا میده و کمک میکنه، توجه دیگه، این اون انتنشن و اتنشنه که ما رو میبره به سوی به صلاح اِوولوشن یا رشدمون، تکاملمون. خانم دکتر فرنودی، چند آماری هست یا رقم و عددی هستش که در این کارزار یا در این جنبش یا در این موومنتی که شما اسپوردی 50-50 چند نفر شرکت کردن تا حالا در سراسر جهان؟ حالا تعداد کشورهاش که زیادن، ولی افراد رو هم دارید شما مانیتور میکنید ببینید چقدر چه تعدادی شرکت کردن؟ بله، شما اگر همین تشریف رو، من چون آپدیت ها رو ندارم، ولی بهترین شیوه آپدیت گرفتن همون 50-50 دی هستش. آخرین باری که من چک کردم در چند صد هزار بود و همینجوری گرو داره میکنه، چون میتونین یه موومنت نو هستش و اینا خیلی گراس روت و تازه هستش و تازه داره، یه بیبیه، یه بچه که تازه به دنیا اومده، یه نوزاده، و من فکر میکنم از اون بابت خیلی برای من معنادار هستش، چون اگر در این نقطه رشد ما جنبش رو باهاش باشیم و باهاش بزرگ بشیم، من فکر میکنم خیلی برای کامیونیتی ما، برای جامعه ما خیلی معنا خواهد داشت. و اسامی و اسادید و متخصصین، با یک خانومی من کانکت کردم که ایشون اسمشون هست لانی ابو حبیب و ایشون در لبنان، مثل این که در دانشگاه AUB بیروت جزء اساتیدی هستن که اونجا تحقیق میکنن و نه تنها تحقیق میکنن، بلکه در برنامه ریزی خیلی از این موومنت های زنان و زنان به خصوص خاورمیانه بسیار فعال هستن. و من فکر میکنم این خب خیلی میتونه جالب باشه. من I reached out، ایشونو میتونین ایمیلشونو گوگل کنین، پیداشون کنین،
و بعد برام هم جالب بود چون پدرم ایوبی میرفت و اونجا لبنان رو خیلی دوست داشت و بیروت رو دوست داشت و یه کانکشن جالبی بود. ولی خب اینجوری من فکر میکنم رشد میکنیم دیگه. الان دنیا دنیای سوشال نتورکینگ هستش و روابط آنلاین هستش و سوشال میدیا هستش و خب این تیفنی شلین کار جالبی که کرده اومده همه اینا رو زیر یک چت گذاشته و ما همه میتونین شما ساعتها این انترویو های اساتید و متخصصین و محققین اینا رو بشینین گوش کنین، باهاشون انگیج کنین، خودتون درست کنین، ویدیو بفرستین و ویدیو شما رو پست میکنن و خب یک پلتفرمی رو به وجود آورده که همه میتونیم قصه های همدیگر رو بشنویم و در کارهایی که همه دارن در نقاط مختلف دنیا در رابطه با آوردن تساوی و حقوق بشر و کمک رسانی برای حقوق کودکان، حقوق زنان از هر جنبه، شما اگر این پوستر 50-50 رو بهش رجوع بکنین که رو وبسایت هستش، در ضمن هشتگ هستش getting to 50-50، یعنی اگه دوستان کارایی کردن یا تحقیقایی دارن یا میخوان که ریفلکت بکنه تو این سوشال میدیا ترند، اینو با هشتگ getting to 50-50 حتما یادشون نره. و بعد پوسترشون اگر شما نگاه بکنین میبینین که 5 زمینه هستش که اینها رو دقیق باز کردن و اون وقت گایدلاین دارن، دیسکشن، سوالاتی هستش که شما میتونین در رابطه با هر کاتگوری این سوال‌ها رو در خونه، در خانواده، در مدرسه، در سر کار، در بیرون سازمان‌های مختلف، الان Persian American Women Conference که شما اونجا تشریف داشتین و برنامه ارگانیزیشن خیلی به اصطلاح موفقی بود، این گروه من فکر می‌کنم خیلی جاشون خالی هستش برای 50-50 سال دیگه. ولی در 5 رابطه اینا رو باز میکنن: اکانومی، پالیتیکس، ایدنتیتی، کالچر و هوم. و بنابراین یک جنبه خانوادگی داره، روابط ما در خانواده، روابط ما با بچه هامون، با بزرگ سالانمون و کارگرامون و محیط زیستمون اینا رو دقیق خیلی ظریف باز کردن و دلیلم داره، چون اینا رو کسانی که در این رابطه تحقیق میکنن که چرا getting to 50-50 is meaningful، چرا مهم هستش. این فیلمش رو حتما توصیه میکنم، فیلم 20 دقیقه‌ای هستش که خیلی کانورسیشن و دیالوگ رو خوب باز میکنه. دوستانی که ببخشید خانم دکتر فرد، وقتمون داره تموم میشه، این سریع این خبر رو بدم. دوستانی که موفق نشدن اطلاعاتی که در مورد صفحات و یا سامانه این 50-50 یادداشت بکنن، راحت ترینش اینه که به فیسبوک خود خانم دکتر نلی فرنودی زهیری مراجعه کنن، نلی فرنودی خط تیره زهیری، و ایشون بسیاری از نوشته ها، مقالات، ویدیوها و کنفرانس ها رو در گفتگوها رو در صفحه خودشون پست کردن، از اونجا میتونید برید صفحه رو پیدا بکنید. یک دنیا از شما سپاسگزارم برای این اطلاعاتی که دارید. موفق باشید و انشالله باز هم از شما خبرهای جدیدتری رو برای شنوندگانمون بگیم. متشکرم از شما، روزتون بخیر خانم دکتر نلی فرنودی زهیری. خب دوستان، به پایان برنامه رسیدیم. من سپاسگزار شما هستم که شنونده ما هستید، سپاسگزار فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه، همیشه با محبت این برنامه رو به پایان میرسونه، مهمانان عزیزمون دکتر حسن حکیمیان، عطرت الهی، دکتر هومن سرشار، دکتر صدرالدین الهی و دکتر نلی فرنودی زهیری، و برای همه شما هفته ای شاد و خوش پر از مهر و عشق آرزو میکنم. برنامه های ما رو همونطور که گفتم امشب 12 تا 2 بامداد گوش کنید اگه خواستید، پس از اون روی سامانه من فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام هم آرشیو میشه. خوب و خوش باشین و شبهای پرستاره و روزهای آفتابی داشته باشین. توی دیده توی یار پسندیده توی خواب تو را دیده من نور توی شیشه توی برگ توی ریشه توی صاحب
دست بزن دست بزن دست بزن سرخوش و سرمست بزن بزن دست بزن تا نفست هست بزن دست بزن دست بزن سرخوش و سرمست بزن بزن دست بزن تا نفست هست بزن باغ بهار است دلم مأمن یار است دلم دست به کار است دلم دست بزن دست بزن جگر کف بزنم مطرب اگر دف بزنم چرخ در این صف بزنم دست بزن دست بزن خواب تو را دیده منم از تو نرنجیده منم عقل به دریا زده است عشق رقص آمده است جان همه دل دل همه دست دست بزن دست بزن سرخوش و مستیم همه عشق پرستیم همه دست بزن دست بزن دست بزن سرخوش و سرمست بزن بزن دست بزن تا نفست هست بزن دست بزن دست بزن سرخوش و سرمست بزن بزن دست بزن تا نفست هست بزن مغرور برو سن ناجور برو دورتر از دور برو دست بزن دست بزن KIRN 670 AM Radio Iran BMB Entertainment با افتخار ارائه می‌دهد یک شنبه 25 جون دوبی تیتر میزبان صدای امروز بنیامین یک شنبه 25 جون در دوبی تیتر تهیه بلیت تیکت ماستر و مراکز منتخب ایرانی احساس حس لمس دست گلی که به هم دادی احساس حس لمس دست گلی که به هم دادی بنیامین یک شنبه 25 جون در دوبی تیتر Sponsored by Passport to Travel. سلام، حال و احوالت چطوره؟ خوبم، خیلی بهترم. مشکلم با 8 میلیون حل شد. جدن؟ یعنی 8 میلیون رو گرفتی؟ آره، 8 میلیون رو گرفتم. الان پرونده تصادفم خیلی خوب داره پیش میره. شنیدم. چرا که شماره جادویی 424 8 میلیون پشتوانه 20 سال تجربه یک وکیل موفق و به نام تصادفات رو با خودش به همراه داره. دکتر الکساندر اسکندری، تو کی 8 میلیون رو گرفتی؟ درست در صحنه تصادف. راهنمایی‌های کار و قدم‌های اول بعد از تصادف و چی؟ از 8 میلیون. برای مداوای صدمات بدنی و رفتن به پزشک چی؟ بازم 8 میلیون. تمامی راهنمایی کارهای حقوقی در زمینه تصادفات و دکتر اسکندری و 8 میلیون به من دادن. بعد از تصادف 8 میلیون رو بگیرید. 424 8 میلیون. 424 8 میلیون. 424 8 میلیون. دکتر الکساندر اسکندری. پیامی از رادیو ایران 670 AM. در استفاده از آب، این مایه حیات و بقای جهان، صرف جویی کنید، زیرا آیندگان که فرزندان ما خواهند بود، آنها هم باید زندگی کنند. حفظ آب، حفظ زندگی است.
دوستان رخصت، منم پنل سولار، از المپیکسان شیک و بیزیان یه خبری دارم. اگه برق بشه سولار خرجی نداره، راحتی میارم. هوا گرمه تو تابستون، چقدر برق رایگانه. خونه سرد تو زمستون، چقدر برق رایگانه. منم پنل سولار، از المپیکسان شیک و بیزیان. بازم یه خبری دارم دیگه، واسه برقتون کار و خونتون هیچ کمی ندارین. اگه سرد بشه هوا، گرم بشه هوا، پول برق ندارین. جونم پول برق ندارین، عزیز پول برق ندارین. انرژی آسان با سولار المپیکسان. یک سال پول برق خود را میهمان المپیکسان باشید. 818-444-88-88 818-444-88-88. برای گرفتن بالاترین حقوق و مزایای دولتی SSI، بیمه های مدیکل، مدیکر، حقوق بازنشستگی و کلی امور مهاجرتی با دفتر مهوش مازگانی تماس بگیرید. 310-273-52-28